مهمان این هفته من سید مصطفی تاج‌زاده، یکی از مردان سیاست جمهوری اسلامی در 14 دهه گذشته است. او که معاون وزیر ارشاد در دولت میرحسین موسوی و معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی بود، از اعضای بلندپایه مجاهدین انقلاب اسلامی و از مؤسسین جبهه مشارکت است. تاج‌زاده سال 88 به عنوان یکی از صداهای اصلی جنبش سبز به اقدام علیه امنیت ملی و زندان محکوم شد. 7 سال زندان انفرادی. با این حال از داخل زندان با نامه‌هایش همچنان منتقد جدی سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی به ویژه حضورش در منطقه و حضورش در سوریه بود و همینطور هم سیاست‌های هسته‌ای ایران. در سال 92 از داخل زندان از آمدن حسن روحانی و مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا حمایت کرد و از سال 95 و با آزادی هم همچنان منتقد سرسخت سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و اصولگرایان بوده. با تاج‌زاده درباره آینده سیاست‌های منطقه‌ای ایران پس از آمدن جو بایدن صحبت کردم. آیا برجام موشکی و برجام منطقه‌ای لازم است یا خیر؟ و همینطور پرسیدم آیا زمانش نرسیده که دو جناح اصلی جمهوری اسلامی دعواشان بر سر قدرت را به مسائل کلان منطقه‌ای بین‌المللی و امنیت ملی منتقل نکنند؟ دعوایی که گاه در سه‌دهه گذشته کشور را به آستانه جنگ داخلی برده و جامعه و نظام را دوشقه کرده. آیا زمان التزام عملی به خط قرمز امنیت ملی فرا نرسیده؟ سلام جناب آقای تاج‌زاده، خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو برای این گفتگو پذیرفتید. به عنوان نخستین سوال اجازه بدین که از شما بپرسم، در هفته‌های گذشته آمریکا شرایطی به خودش دید که در تاریخ آمریکا تقریباً بی‌نظیر بود. تحلیلتون رو از اتفاقات چند هفته گذشته در آمریکا لطفاً بفرمایید. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و کسانی که این مصاحبه رو می‌بینن. حقیقتش اینه که با شناختی که ما در این 4 ساله از آقای ترامپ پیدا کرده بودیم، هر کاری که ایشون بکنه برای من حداقل خیلی عجیب نیست. یعنی واقعا فردی به نظر من نامتعادل، خودشیفته و نجات پرست که حاضر برای حفظ قدرت خودش هر کاری رو بکنه. یه سوال از قبل تو ذهنم بود که چرا یه همچین فردی باید توی امریکا به قدرت برسه 250 سال بعد از انقلاب استقلال امریکا، و این هنوزم بر من سواله. و با این رأی که دوباره به دست آورد بیش از 70 میلیون نشون میده که ماجرای نجات پرستی همچنان در امریکا بسیار قدرتمنده و به نظر من خطرناک، و طبعا داستانم اصلا تموم شده نیست، برای اینکه بعد از آقای ترامپ هم ادامه داره. منتها نکته بسیار مهمی که در کنار این جنبه منفی باید بهش توجه کنیم، سازوکار دموکراتیکیه که در امریکا حاکم هست، و این همین سازوکار باعث شده که یه فردی مثل ترامپ هم خیلی نمیتونه اونجا اوضاع رو به هم بریزه و جامعه رو وارد مراحل خطرناک بکنه. اگرچه خطر به طور کامل برطرف نشده، اما تا حد زیادی مهار شده. یه سوال کلی این که حالا اتفاقاتی که در 4 سال گذشته در آمریکا مشاهده کردیم و همین اتفاقاتی که عملا من شخصا فکر می‌کنم کودتا بود و دیدم که مجله پولیتیکو هم گفته بود که از نظر واقعا ترم‌های علوم سیاسی اتفاق کودتا بودش، آیا واقعا نگاه شما رو به لیبرال دموکراسی تغییر ندادش این اتفاقات 4 سال اخیر آمریکا؟ نه، عرض کردم از یک جهت به معنای اینکه سازوکارهای دموکراسی اینقدر قوی هست که فرد نجات پرستی مثل ترامپ رو هم میتونه مهار بکنه، نشون داد که هنوز نظام بیبدیلیه. کل دموکراسی، اهم از لیبرال دموکراسی یا سوسیال دموکراسی، و از اون طرف البته این رو برای بسیاری این سوال رو مطرح کرد که از جمله برای من خودم تصور نمیکردم نجات پرستی در آمریکا اینقدر قوی باشه، به خصوص اینکه قبل از آقای ترامپ آقای اوباما که یک سیاه پوست بود رئیس جمهور شده بود، و اون نشون دهنده این بود که امریکا به نظر میاد وارد یک مرحله جدیدی شده و یک دوره جدیدی شده که میتونه حتی یک رئیس جمهور سیاه پوست رو برای 2 دوره تحمل بکنه. ولی حوادث اخیر نشون داد که داستان خیلی جدی هستش و تبعات جهانی همچنان خواهد داشت.
بسیار. پس شما مسئله رو در واقع به عنوان تناقضات درون لیبرال دموکراسی و به ویژه شکاف‌های طبقاتی که از گلوبالایزیشن یا جهانی شدن در 3 دهه گذشته به وجود اومده نمی‌بینید؟ معتقدی که مسئله فقط نجات پرستی بوده؟ نه، اونم هست، اما ببینید توی غرب به هر حال یک جریانی در طول این قرون جدید وجود داشته، هم در اروپا و هم در امریکا، که معتقد بوده تمدن جدید رو سفیدپوستان مسیحی و به خصوص پروتستان و مالک و مرد، این 4 تا ویژگی رقم زدن و اینها یک رسالت تاریخی دارن برای متمدن کردن بشر و نگاهشون به دیگران هم نگاهی از بالا به پایین بوده و جز در مواردی و مقاطعی و در روند حوادثی که مجبور شدن دیگران رو هم به حساب بیارن، تا اونجایی که تونستن سعی کردن دیگران رو حذف بکنن و نادیده بگیرن. کم کم زنان اومدن حق رأی پیدا کردن، کم کم کسایی که مالک نبودن حق رأی پیدا کردن، غیر مسیحی‌ها تونستن حق رأی پیدا بکنن و غیر سفیدپوستان که اوجش هم شد ریاست جمهوری آقای اوباما. اون جریان هنوز هم هست، یعنی فکر میکنن آمریکا مال اونهاست و دیگران دارن این آمریکا رو از اونها میگیرن، اما این معناش این نیستش که ما مسئله جهانی شدن رو و تبعاتش رو اصلا نبینیم، کما اینکه این رو در بقیه کشورهایی هم که همچین مشکلی ندارن داریم میبینیم. اما نه اون تنها مسئله است نجات پرستی و نه فقط در واقع جهانی شدن. این همون جامعه‌ایه که همین الان دو دسته شده، یه بخششون به هر حال با آقای بایدن رأی دادن که علل اصول توی جبهه قرار داره که نگاه مثبتی به جهانی شدن داره، و نیمی هم با آقای ترامپ رأی دادن که به طور جدی دنبال این هستش که ناسیونالیسم، یک نوع ناسیونالیسم شوونیستی رو ترویج بکنه و امریکا اول رو دنبال میکنه. بسیار خب، حالا از این برگردیم به ایران. گمانم زمانی که این مصاحبه پخشه یا روزیه که بایدن داره قسم میخوره یا بایدن دیگه به کاخ سفید رفته و رسما رئیس جمهور آمریکاست، و گمانم شما چند ماهی که منتظر چنین روزی هستید. به نظر شما آمدن بایدن چه تفاوتی خواهد داشت و چه تأثیر روی سیاست داخلی ایران خواهد گذاشت؟ به طور طبیعی در دنیای امروز هر وقت که جریان‌های افراطی در کشورهایی به قدرت میرسن، به خصوص کشورهای تاثیرگذاری مثل امریکا، طبیعتاً جریان‌های افراطی رو در کشورهای دیگر هم تقویت میکنن، و به عکس اگر جریان‌های معتدلی به قدرت برسن همین تاثیر رو در کشورهای دیگه دارن. میخواییم بفهمیم بایدن چه تأثیری گذاشته، بعد نگاه کنیم ببینیم ترامپ چه تأثیری گذاشت. در طول 4 سال گذشته ترامپ با فشار حداکثریش به مردم ایران فشار زیادی وارد کرد، اقتدارگرایی رو در ایران تقویت کرد، به جامعه مدنی و نهادهای مدنی و طبقه متوسط و اصلاحات آسیب رسوند، روند دموکراسی خواهی و توسعه ایران رو تأخیر درش ایجاد کرد، و همه اینها در مجموع به ضرر ملت ایرانه. طبیعتاً کسی که بیاد و احتمال این باشه که دوباره ما به مذاکرات و برجام برگردیم و خصومت رو کنار بذاریم و یک نوع رقابت رو دنبال بکنیم، رقابت که توش همکاری هم هستش، این میتونه به نفع جامعه ما باشه، به خصوص از منظر اقتصادی. و بهترین شاهد منم اینه که از وقتی آقای بایدن اومده به هر حال دلار ارزشش اومده پایین و به تبع دلار ریال ارزشش رفته بالا و کالاهای دیگه هم به طور طبیعی ارزان‌تر خواهد شد، و نگاه اقتصاد به بایدن نگاه مثبتیه، مگر اینکه طرفین خراب کنن، حالا یا آمریکا یا ایران یا هر دو. بسیار خوب. خب اصلا میدونین که بایدن و اطرافیانش مثل وندی شرمن گفتن که این دفعه اگر ما بیایم فقط دنبال بازگشت به برجام نخواهیم بود، دنبال برجام منطقه‌ای، برجام موشکی و مهار ایران در جبهه‌های مختلف هم خواهیم بود. به نظر شما ایران چه آپشن هایی داره و اگر شما در مقام تصمیم گیری بودید چه می کردید با این خواسته ها، یا شاید معتقد باشین زیاده خواهی های آمریکا؟ ببینید، من از قبل هم گفتم ما یه خط قرمز داریم که رهبری بخشی از اونو گفته و من از اون بخش حمایت میکنم و بخشش رو متاسفانه نگفته و من به اون انتقاد میکنم. در جنبه سلبیش اینه که ما باید به سمتی بریم که از اینکه ایران به هر دلیل و عنوان و شکلی درگیر جنگ بشه پرهیز بکنیم، و شعار رهبری از این جهت که نه جنگ به نظر من شعار خوبی بوده، و عملکرد رهبری هم در 30 سال گذشته به گونه‌ای بوده که
ایران رو در مجموع به دور از جنگ نگاه داشته. اما یه خط قرمز دیگه هم داریم که متاسفانه رهبری بهش توجه نکرد و جامعه ما داره از اون آسیب میبینه و اون عبارت است از تحریم. همون که خود رهبری به درستی اسمش رو گذاشت جنگ اقتصادی یا تروریسم اقتصادی. به نظر من ایران میتونست جلوی این جنگ اقتصادی و تروریسم اقتصادی رو بگیره و غفلت کرد و همین غفلت در واقع باعث شد که جامعه ما فشارهای زیادی رو تحمل کنه. نمیگم اگر تحریم نشده بودیم ایران سوئیس شده بود و گل و بلبل شده بود، ولی قطعا میگم که اگر تحریم نفتی و بانکی نبود ما وضعیتمون خیلی بهتر از امروز بود، دلار به 30000 تومان نمیرسید. برای اینکه منظورم تو این بخش روشن کنم، ببینید آقای علیزاده، ما چند سال ایران تحریمه؟ 12-13 سال که تحریم جدی داریم. نه، ما از سال 58 تحریمیم و رهبری همیشه میگه ما سال هاست از ابتدای پیروزی انقلاب تحریم هستیم و درست هم میگفت. ما بلافاصله بعد از اشغال سفارت آمریکا تحریم شد ایران. این که درست بود یا نه فعلا بحثی ندارم، ولی تحریم. کی رهبری گفتش که این دیگه تحریم نیست، جنگ اقتصادی است؟ سال 90-91 بوده. سال 90-91 درست. چرا اینو گفت رهبری؟ برای اینکه صد تحریم هایی که اوباما گذاشت در تاریخ 40 ساله ایران و آمریکا بی سابقه بود. یعنی با داماتو، با هولمبرتو اصلا قابل مقایسه نبود. یعنی ما وارد یک مرحله جدیدی شدیم با تحریم های نفتی و بانکی. ما میتونستیم تحریم نفتی و بانکی نشیم. سال 90 شدیم. هر چقدر ما هشدار دادیم گفتن که نه، ما 30 سال تحریمیم. راست هم میگفتن. از 58 تا 90 که تحریم نفتی و بانکی شد ایران تحریم بود و ما از پسش بر اومدیم، بنابراین ما خیلی نگرانی نداریم. همون وقت که یادتون باشه خیلی ها استدلال میکردن که ایران اگه تحریم نفتی بکنن نفت میشه 250 دلار هر بشکه و در نتیجه اگر صادرات ما نصف بشه قیمتش که الان 100 دلار میشه 250 دلار، بنابراین حتی ما سود بیشتری هم میکنیم اگه تحریم بشیم. بانک مرکزی هم که اصلا امکان نداره بتونن تحریم بکنن، برای اینکه سیستم بانکی جهانی به هم میخوره. ولی اوباما و البته با کمک متحدین خودش کاری کرد که ایران هم تحریم نفتی شد هم بانکی شد. نفت ما صادراتش نصف شد، قیمتش هم کاهش پیدا کرد به جای اینکه قیمتش دو برابر بشه. بانک رو هم تحریم کردن، یک مرتبه آقایون چشم باز کردن دیدن که دلار 1000 تومانی شد 4000 تومان. یادتونه در سال 90 این اتفاق افتاد. ما دو بار شوک ارزی داریم، یکی سال 90-91 یکی سال 96 و 97 که اتفاق افتاد. یه مرتبه فهمیدن که آقا این تحریم با بقیه تحریما متفاوته. با اینکه قبلش هم پرونده ما رفته بود شورای امنیت و تحریما جهانی شده بود، اما نفتی و بانکی نشده بود. چه رهبری گفتش که برید مذاکره بکنید در دولت آقای روحانی یا در دولت آقای احمدی نژاد؟ در دولت آقای احمدی نژاد سال 90 اجازه داد مذاکره بشه، سال 91 اینا رفتن توی عمان مذاکره کردن. چرا رهبری اجازه مذاکره داد؟ چرا قبلش نیده بود؟ برای اینکه گفتن آقا این تحریم با تحریم‌های دیگه فرق میکنه. و بعد رهبری برای اینکه جامعه رو توجیه کنه هم گفت اسم این تحریم جنگ اقتصادیه و هم گفت من میخوام نرمش قهرمانانه بکنم برای اینکه بریم مذاکره بکنیم به نتیجه در واقع برسیم. من این سابقه رو از این جهت گفتم که به نظر من لفظی که رهبر گفت درست بود. واقعا ما از سال 90 به این طرف گرفتار جنگ اقتصادی بودیم، ما گرفتار تحریم نبودیم. اون 30 سال قبلش تحریم بود، اما ما میتونستیم جلو این رو بگیریم و به همین دلیل من از برجام دفاع میکردم و میکنم، برای اینکه برجام این جنگ رو منتفی کرد و شرایط رو به گونه‌ای فراهم کرد که ما بتونیم روی پای خودمون بیستیم. بنابراین جنبه سلبی ایران شعارش به نظر من باید به جای نه جنگ نه مذاکره شعارش این باشه نه جنگ نه تحریم. یعنی خط قرمز ما باید این باشه که کاری بکنیم که کشورمون دچار جنگ و تحریم نشه. حالا میایم سراغ بخشای ایجابی. حالا قبل از اون من فقط چند تا نکته بگم در مورد حرف شما. اولا که اینکه ایران تحریم رو جدی نگرفت، ما با هم اختلاف نظر داریم. من معتقدم که باید نه فقط درباره تحریم، باید در کلیت مسائل سیاست خارجی بین رجزخوانی های یک حکومت و سیاست های واقعیش فاصله بگذاریم. همونطور که شما فرمودید در عمل
تحریم ها همون سال 90-91 اوج 90 اوج گرفت، تحریم های اوباما، و همون 90 هم آقای خامنه ای اجازه مذاکره رو به صورت غیر چم علنی دادن. یعنی به نظر نمیاد که یک فاصله زمانی خیلی زیاد باشه، اما اینکه تصمیم این بود که ترس رو به جامعه منتقل نکنن، چون جامعه وحشت زده میشد سر تحریم، قیمت دلار افت میکرد، صنایع قفل میشد، تجارت قفل میشد، بعد دست ایران در همون مذاکرات غیر علنی عمان هم به شدت بسته میشد. من نمیگم درست بوده یا غلط بوده سیاست های ایران در مذاکرات و در کلیت، ولی میگم اینکه جمهوری اسلامی به عنوان فردی که از بیرون نگاه میکنم رجزخوانی کنه، بگه قطعنامه های شما هیچ اهمیتی نداره، ما از تحریماتون هم نمیترسیم، به عنوان رجزخوانی به این معنی نیستش که تو پشت در بستم تو اتاق گفتن آقا اصلا تحریما اهمیتی نداره. به همون شکل که نظر من اصلا عرضم رجزخوانی نیست. ببینید آیه علیزاده، ما زمان آقای احمدی نژاد درآمد نفتمون چقدر بود؟ حدود 700 میلیارد دلار. درست، حدود 700 میلیارد دلار. هیچ دولتی توی ایران همچین درآمدی نداشت. حتی آقای احمدی نژاد 700 میلیارد رو قبول ندارن در خب اون که نمیشه با آقای احمدی نژاد آمارهای بانک مرکزی رو نگاه کنیم دیگه. عرض به حضور شما که اون رقم بزرگی که ناشی از فروش بشکه 100 دلار نفت بود، یه کشوری که بخواد با آمریکا درگیر شه، یه کشوری که آقای احمدی نژاد اومد سال 85 همون اولین سال ریاست جمهوریش پرونده ایران رفت شورای امنیت و شروع شد تحریم ایران، درسته؟ بنابراین ما وارد مرحله تحریم جهانی شدیم، یعنی از تحریم های یک جانبه آمریکا در تا قبل از آقای احمدی نژاد تا پایان دولت آقای خاتمی تحریم علیه ایران یک جانبه بود. آقای احمدی نژاد کاری کرد که پرونده ما رفت شورای امنیت، شد تحریم جهانی. بسیار، حالا یه کشوری که تحریم جهانی میشه، از ادعای آقای احمدی نژاد اینه که تا زمانی که 88 اتفاق نیفتاد و گسل داخلی ایران وسیع نشده بود و دشمن و غرب و آمریکا هم این میزان تشتت در داخل ایران ندیده بود، اوباما اون تحریما رو به اجرا نگذاشت. حالا اجازه بده من اونم بهش جواب دارم. ما در سال 85 وقتی تحریم شد، یه کشوری که تحریم میشه دو سه تا کار میکنه اگر خطر آمریکا رو جدی میگیره. من معتقدم اقتدارگراها شعار مبارزه با آمریکا میدن، به ما میگن شماها خوشبینید با آمریکا، ولی در حقیقت خودشون با آمریکا خوشبینن، چون اگه بدبین بودن اون 700 میلیارد دلار رو به باد نمیدادن که با اولین تحریم نفتی ما یه مرتبه دلار 1000 تومانی بشه 4000 تومان. اصلا این اتفاق، این بدعت زمان آقای احمدی نژاد بود. دو، شما که با آمریکا الان درگیر شدید سر قضیه هسته‌ای، چرا پرونده‌های جانبی باز می‌کنید؟ هی دشمنای بیشتری برای ما می‌تراشید. چرا هولوکاست مطرح می‌کنید؟ مگه هولوکاست تازه اتفاق افتاده بود؟ مال جنگ جهانی دوم بود. این همه دولت اومده بود رفته بود توی دنیا. دولت ایران چرا باید وارد هولوکاست بشه که یه جبهه جدید باز کنه؟ چرا با همسایگانمون شروع می‌کنیم کلکل کردن؟ شما وقتی بخوای با لات محله درگیر بشی، بعد بری با همه همسایه‌ها بسازی. یه لحظه ایزه بده. یه لحظه ایزه بده. بحث احمد اینجا میرسه. چون بحث احمد اینجا 4 سال خودش 5 سال وقت می‌گیره. بذار من صحبتام بکنم. ببین آقای علیزاده، شما اجازه داری هر سوالی رو آزاد از من بپرس. ولی ایزه بده من حرفامو تموم بکنم. بنابراین شما به همین دعوت شدید. ممنونم. بنابراین من اصلا محدودیتی برای سوالات شما قائل نیستم، ولی می‌خوام بحثم کامل روشن بشه. دلیل سومی که معتقدم اینها خطر آمریکا رو جدی نگرفتن، غیر از اینکه پولا رو به باد دادن، غیر از اینکه دشمن تراشی کردن، شما وقتی با آمریکا درگیر هستی بزرگترین نقطه اتکاد مردم خودتن. در ایران متاسفانه اقتدارگراها آمریکا رو بهانه کردن برای ایجاد انسداد و اختناق، برای حذف رقیب، برای سرکوب منتقد و مخالف، نه برای ایجاد یک اجماع ملی برای اینکه هممون بسیج شیم در مورد آمریکا بیستیم. بعدم به ما انتقاد میکنن که بله از ایران باید یک صدا بره، صدای رهبری باید بره. منم پاسخم همیشه این بوده، بله از ایران باید یک صدا بره، اما صدای اکثریت مثل همه کشورهای دموکراتیک، رهبری بیان اکثریت جامعه رو اظهار بکنه، همه ما پشت سرش میستیم، نه دیدگاه های اقلیت رو. بنابراین من حرفم اینه که شما تو عمل تحریم رو جدی نگرفتید، نه در شعار. اتفاقا خیلی مخالف رجزخونه نیستم، همچون که تو آمریکا هم کسایی هستن علیه ما رجزخونی میکنن. من مشکلم این نیستش که کسی تو ایران رجزخونی بکنه، که مشکلم اینه که میگم راهبرد ما باید جلوگیری از تحریم باشه. هرچی هم میخواید رجز بخونید بخونید. بنابراین این که فرمودید نه ما سال 90 میتونستیم مانع بشیم،
چرا میتونستیم مانع بشیم؟ میخوان بگن سال 88 یه اتفاق افتاده. شما تو مناظره های سال 92 انتخابات دیدید در چند مرحله ایران با امریکا داشت به تفاهم میرسید و با غرب و هر دلیل داخلی خودشون به هم زدن. یکی آقای لاریجانی، آقای سولانا بود، خودشون خود آقای ولایتی افشا کرد که آقای داشت به هم توافق میرسیدن سر قضیه هسته‌ای بعد از اینکه پرونده ایران رفته بود به شورای امنیت، اما آقای احمدی نژاد به هم زد. یکی مذاکرات آقای ولایتی با شیراک بود، باز آقای احمدی نژاد به هم زد. یه کاری خود آقای احمدی نژاد سال 88 با برزیل و ترکیه داشت میکرد، علارغم حوادث 88 داشتن یه توافق هسته‌ای میکردن. اگه خاطرتون باشه آقای موسوی در مورد اون قطعنامه، در مورد اون مذاکره دخالت کردن و گفتن که این قطعنامه ترکمنچای، در حالی که همون موقع مرحوم عزت‌الله صحابی گفتن که این قطعنامه بهترین دستاورد ماست. و اتفاقا اگر اون موقع آقای جلیلی در با برزیل و ترکیه موفق شده بود، از برجام دستاورد بیشتری داشت. بسیار دو طرفه بوده این دعوا. بسیار خوب، شما میگید که پس یه مصاحبه آقای موسوی کل سیاست جمهوری اسلامی رو به هم زد. ولی دارم میگم که بعد از 88 وقتی که اونقدر دعوا بود، آقا اگه اون کار درست بود که بتونه آقای علیزاده پای میز مذاکره بشه، چطور وقتی که ما 10 دفعه میگیم رهبر این سیاست غلطه، هیچ کس به ما اعتراض چیز نمیکنه، محل نمیذاره که آقا جلو تحریمو بگیرید، بعد میگید یه توافق بزرگ رو کردن مهندس موسوی یه مصاحبه کرد، حکومت اون توافق بزرگو که به نفع ملت بود کنار گذاشت به خاطر مصاحبه مهندس موسوی؟ یعنی اینقدر حکومت ضعیفه؟ بالاخره کسی که رهبر جنبش سبز بوده اون قطعنامه رو ترکمنچای خوند. خیلی جای دیگه هم خیلی جای دیگه گفته ولی رهبری گوش نکرده. خب اونم میتونست گوش نکنه. این خیلی بده که این در واقع تضعیف رهبریه که یه کار ملی رو، من اینو از این جهت میخوام بگم که به رغم حوادث 88 اینا به راحتی میتونستن توافق کنن. اینا میخوان ضعف خودشون رو بذارن پای جنبش سبز. نه شما اشتباه کردید، منم معتقدم حتما ما قبل از اینکه تحریم نفتی و بانکی بشیم اگر میرفتیم با غرب توافق میکردیم امتیازات بیشتری از برجام میگرفتیم، همچنان که در 598 اگر قبل از اینکه فاو دست میدادیم و صدام دست بالا رو پیدا میکرد اگه مذاکره میکردیم امتیازهای بیشتری میگرفتیم، و همچنان که تو قرارداد الجزایر ما اگر قبل از اینکه اینقدر طولانی بشه 444 روز همون ماه اول توافق میکردیم خیلی امتیازهای بیشتری میگرفتیم. آیتا یه سوال کوچیک کنم، اگر جلیلی در سال 89 یا مثلا 88-89 موفق شده و مذاکره میکرد سر مسئله ملی مثل هسته‌ای، خود شما که اون موقع زندان بودید میپذیرفتید که نماینده یک بخش کوچیکی از نظام؟ تمام نامه‌های من در زندان هستش که در مورد هسته‌ای توصیه‌ام اینه که برید تعامل بکنید، حل بکنید، و حرفم هم این بود که اختلافات داخلی ما سر جاش، سر منافع ملی، شما این رو درگیر اختلافات داخلی نکنید. اتفاقا یکی از چیزایی که ما از اینا طلبکاریم اینه که ما از سال 84 تا 92 شما اگه تو مجموعه نامه ها و مصاحبه های من یا مقالات من یک نکته پیدا بکنی که در ضد این بود که آقا شما نباید برید تفاهم بکنید، دستشون رو بذارم تو پوست گردو تا مثلا دولت ما بخواد بیاد سر کار، من هم حرفامو پس میگیرم. عکسش بوده، گفتیم شما این کار رو انجام بدید، برید مشکل رو حل بکنید، ما رقابتمون رو میایم حل میکنیم. من اصلا صریح‌تر به شما بگم، من اگه سال بعد فرض کنید یه دولت اصولگرا بیاد سر کار، فرض کنید سپاه کودتاشو کرد و تونست یه دولت نظامی بیاره سر کار، یه کودتای انتخاباتی مثلا بکنه بیاره سر کار، من اونجا بهشون میگم اگه برید با بایدن توافق بکنید و مشکل تحریم حل بکنید از این کارتون حمایت میکنم، ولی از اینکه تو جامعه اختناق ایجاد میکنید باهاتون مقابله میکنم، نقدتون میکنم، از اینکه به مخالف اجازه ندید حرف بزنه، از اینکه مشکلات مردم نرسید و غیره. بنابراین ما موزمون از این جهت روشنه، ما در طول سال 84 تا 92 در مقاطع مختلف اون وقتی که حکومت کاملا یک دست بود امکان حل مشکل هسته‌ای رو داشتیم و تعلل و غفلت حکومت باعث شد که این فرصت ها از دست بره تا به برجام رسیدیم که برجام به نظر من البته کار بزرگیه. اینم بگم، عرض میکنم، عذر میخوام، این یه جمله رو هم بگم، من اعتقادم اینه، اینو قبلا هم گفتم، هم قرارداد الجزایر، هم 598، هم برجام، هر سه دارای نقاط ضعفی هستند بدون تردید، اما در اون مقطعی که منعقد شدن این بهترین دستاورده بود که ما میتونستیم به دست بیاریم. کوتاهی ما این بود که قبلش میتونستیم زودتر اقدام کنیم. الان هم حرفمون اینه، اتفاقا من الان
اینو برای این گفتم. آقای حداد الان اومده مصاحبه، میخوام مصاحبه به صورت امروزی و رفت و برگشتی باشه، برای منبر تبدیل نشه، نه برای من نه برای شما. اجازه بدین که سوالا رو بخوام کوتاه‌تر جواب بدیم که آقای حداد الان اومده میگه که این دولت یه وقت نکنه که قیمت ارز و اینا رو بیاره پایین که رقیبش در واقع رقیب آقای حداد رای بیاره. ما این نگاه ضد ملی میدونیم، میگیم آقا هر دولتی هر لحظه بتونه قیمت ارز رو بیاره پایین، قیمت کالا رو بعد بیاره پایین، بیاره ولو به لحاظ جنایی به ضرر من بشه، برای اینکه این کشور و این نظام بسو. میمونه. خب آی تایزده بذارید من پس من یه بار دیگه سوال دوم رو برای بار دوم تکرار کنم. الان اگر بایدن بیاد میگه ما فقط به برجام برنمیگردیم و ما برجام منطقه‌ای و برجام موشکی هم میخوام، آی خامنه‌ای میگه که جنگ نمیشود چون ما این سالها قدرت دفاعیمون رو زیاد کردیم و مذاکره نمی‌کنیم چون دو سال رفتیم توی اتاق تمام کشورم معطل شد، آقای ظریف هم با آقای کلی راه رفت، مذاکره‌ای که ما بخوایم کردیم، خونه‌ای که شما یک بار مذاکره کردی فروختی اساسو بیرون کشیدی صابخونه جدید قرار بیاد تو، دوباره که از اول نمی‌شینی مذاکره کنید که. خب آقای خامنه‌ای حرفشون به نظر من حرف عقلانیه، میگن آقا ما برای برجام معامله ما این بوده که ما هسته‌ای رو بخششو بدیم تعدیل کنیم، اون طرفم تحریما رو ورداره. شما میگین تحریما رو جدی نگرفتن، اصلا برای همین بحث هسته‌ای رو دادن واگذار کردن که تحریم‌ها برداشته بشه، حالا آمریکا زیرش زده. خب الان چه مذاکره دیگه با ایران بکنه؟ آیا واقعا ایران برای اینکه دوباره تحریم‌ها برداشته شه باید بره موشک رو هم بده و سر قضیه منطقه‌ای هم باید بره عقب نشینی و سازش کنه؟ سوال من از شما اینه، اگر بایدن تقاضای برجام منطقه‌ای و برجام موشکی کنه شما چه می‌کنید؟ من قبل از اینکه آقای ترامپ بیاد سر کار و در همون زمان آقای اوباما معتقد بودم ما به برجام منطقه‌ای نیاز داریم، همچنان که معتقد بودم سر موشکی هم میتونیم مذاکره کنیم. اما یه وقته که طرف ما میگه، مثلا میگم، ما همین حرفایی که عوام میگن، ایران موشک نداشته باشه، این خب شوخیه، این دیگه مذاکره نداره، این یعنی که شما قدرت دفاعیتون رو بخشی از قدرت دفاعی خودتون از دست بدید. اما اینکه برد این چقدر باشه حتما قابل مذاکره است. متاسفانه سردار جعفری تو همین هول و هوشی که بحث بود یه مرتبه بدون اینکه ما امتیاز بزرگی از غرب بگیریم اعلام کردش که ما 2000 کیلومتر بیشتر برد موشکمون نیست. من نمیدونم چرا ایشون این حرفو زد. این باید تو مذاکره گفته میشد بعد از اینکه چند امتیاز ما از آمریکا میگرفتیم که بگیم 2000 کیلومتر، نه اینکه یه جانبه بیایم اعلام بکنیم اونم یه فرمانده نظامی. اینو باید دیپلمات ما تو مذاکره میگفت. در مورد منطقه برای اینکه متوجهشم، این معتقد این که اتفاقا این که موشک ما بردش کمر رو نباید میگفتم، اما بعد توضیح بدین این رو یه بار دیگه. بله ببینید، تا اون وقت اصلا هیچ مقامی تا ایران اعلام نکرده بود که سقف پروازی موشکی ما چقدر هست. همین ایران داشت تولید میکرد، طبیعتا هرچند میرفت جلوتر این دور بردتر میشد دیگه. فضایی که بود تو محافل سیاسی این بود که امریکایی‌ها به جهت نگرانی از خودشون اصل موشک رو حاضرن بپذیرن، مثل داستان هسته‌ای که اصلش رو بپذیرن که ما بمب نداشته باشیم، اما بردش رو در واقع خودشون از تیر رس به یک معنا خارج بکنن. تو همین حیث و بیس بدون اینکه ما مذاکره‌ای بکنیم سردار جعفری اومد اعلام کرد که برد موشک ما 2000 کیلومتره. متوجه هستم شما نه فقط از موشک دفاع می‌کنید بلکه معتقدید که بعد دستمون رو مخفی نگه می‌داشتیم. بله حتما، نه اینکه مخفی نگه می‌داشتیم، ابی نداش که می‌گفتیم، اما بعد از اینکه امتیاز می‌گرفتیم. یعنی شما وقتی شما میگی من 2000 کیلومتر دارم، یعنی که من موشکی نمیخوام داشته باشم که آمریکا رو بزنه. این 2000 کیلومتر یعنی این دیگه، درسته؟ خب اینو کی باید بگی به امریکا؟ باید بگی 4 تا امتیاز رو به من میدادی، من این 2000 کیلومتر رو اعلام میکردم. پس من میتونم بگم آقای تاج‌زاده نه فقط با داشتن موشک ایران مخالف نیست، بلکه حتی معتقده که موشک یکی از ابزار چانه‌زنی ایران در مذاکرات آینده است. ببینید، ما دفاع ملت ما اینکه جنگو بتونیم دور بکنیم، یک رضایت ملیه، دو اقتدار نیروی مسلحه، سه اقتصاد برتره. و به همین جهت هم من معتقدم ما بمب اتم نمیخوایم. ما اگه این ستا رو داشته باشیم هیچ کشوری در منطقه و جهان حاضر نیست با ایران وارد جنگ بشه. به همین جهت هم افتخار میکنیم که در دوره اصلاحات هر انتقادی به ما کردن از وطن فروشی و آمریکایی و غربی و لیبرال و نمیدونم فلان و فلان، تا الان یک نفر سپاهی نیامده بگه که در دوره اصلاحات شما در صنایع دفاعی و نظامی کشور دولت اصلاحات کم گذاشت نسبت به دولت‌های قبل و بعد از خودش. برای اینکه دولت ما ایران نیروی مسلح مقتدر میخواد و طبیعتا یکی از ابعادش هم موشک، تردید در این نیستش. اما
چند و چونش رو میشه مذاکره کرد، نه اصلش رو. همچنان که گفتیم سر هسته‌ای هم گفتیم اصلش باشه، چند و چونش این که چند تا سانتریفوژ باشه نباشه، درصد غنی سازی شاید باشه. دو سوال مشخص های تایتل. اولیش این که این مذاکرات برای موشک اگه گره بخوره به هسته‌ای، این گره فقط بسته تر میشه. یعنی خواسته ایران اینه که بایدن بدون اینکه شرط و شروط بذاره برگرده تو برجام. اگر بخواد بگه نه اول شما برد موشک رو کم کنید یا زیاد کنید بعد من میام تو برجام، این موضوع دست ایران میبنده، این موضوع هم باعث و بعد موقع طولانی هم بشه. یعنی باز تحریم ها وابسته به این میشه که ما اول این موشک رو بردش رو کم کنیم. من عرضم این بود مذاکره نمی‌کنیم، این در این مقطع مذاکره نمی‌کنیم. من عرضم این بود که ما حتی قبل از ترامپ معتقد بودم که ما برجام منطقه‌ای هم می‌خوایم. چه جوری ما توی منطقه به برجام منطقه‌ای می‌رسیم؟ اول در مورد موشکی شما بگید. شما معتقدید که ما در مورد برجام تکلیف روشنه؟ ببین آقای علیزاده، یه وقت شما سوالتون در مورد برجامه، ما با آمریکا توافقی کردیم. اتفاقا این توافق هم زمانی کردیم که این آقای بایدن معاون رئیس جمهور بوده، یه آدم اپوزیسیون نبوده، کنار نبوده. توی اون یه کار بزرگی کردیم، بازی برد برد بوده. الان آقای جلیلی میگه که از زمانی که آقای ترامپ اومده 802 تا تحریمی که برجام برداشته بوده برگردونده، 751 تحریم جدید هم اضافه کرده. برجام تونسته بود اینا رو مهار بکنه. حرف اون با آقای بایدن اینه که ما اون توافق کردیم، شما اگه میخوای برگردی به میز مذاکره، تو این 4 سال هم به آقای ترامپ هم اعلام کردش جمهوری اسلامی که برگرد، ما میز مذاکره ترک نکردیم، شما ترک کردید برگردید. البته با این تجربه اخیری که ما پیدا کردیم، این برگشت باید برای مکانیزم ماشم یه فکری بشه، چون ممکنه آمریکا بخواد یه بازی در بیاره برگرده بعد یه ما دیگه بگم من متوجه نشدم آمریکا به میز مذاکره برگرده به برجام برگرده؟ نه، منظورم از میز مذاکره اینه که بیاد برجام تعهداتشو انجام بده، طبیعتاً میشه عضو بقیه برجام. اما برگشتن به برجام، ببخشید یه بحث مهم اینجاست، برگشتن به برجام که دیگه مذاکره نمیخواد که. برگشتن به برجام یه امضای آقای بایدن لازم داره. بله. یعنی یک امضای ریاست جمهوری و اکسیکیوتیو اوردر نیاز داره. فرض کن آقای علیزاده این امضا رو منوط بکنه به اینکه مثلا میگم فرض کن معاونین وزیر خارجه بشینن با هم دیگه صحبت بکنن. شما ببینید برای ما یه چیزی که ساختن، یه تابویی ساختن از مذاکره. فکر میکنیم اگر میگیم مذاکره یعنی زمین میره آسمون، آسمون میاد زمین. نه، اینا حرفای دهه 70 آقای تایزده. کجا تابو بوده ظریف و جانکری با هم دیگه دو سال دست به دست هم دیگه مذاکره کردن؟ ببینید شما الان اون تابو مدت‌هاست شکسته. انقدر این تابو جدیه که یک روش دیپلماتیک رو رهبری در کنار جنگ میگه نه جنگ نه مذاکره. این یعنی تابو. ببینید اگر نه رهبری میگه ما جنگ نمی کنیم، مذاکره هم هر وقت دیدیم شرایط فراهمه می کنیم، رو هم نمی کنیم. ولی وقتی که میاد اعلام میکنه این رو حدش رو میاره در حد جنگ، یعنی اینو تبدیل کردن به تابو. نه الان، ما دوره اصلاحات هم بود یه مرتبه دیدیم که مدیر کل دادگستری اطلاعیه صادر کرد که هر کی در مورد آمریکا بحث کنه علیه اقدام امنیت ملی اقدام کرده، میگیریمش میبریمش. آقا بحث که اشکال نداره. خب برای همین برجام اتفاقی بود، برای اینکه اصلاحات با آقای روحانی فرق داشت. آقای روحانی امین نظامه، اصلا رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده، عرض کردم. آدم دست راستی بوده، مال خودشون بود، اومد و مذاکره هم کرد. آقای ظریف هم معتمد رهبری بود. ولی اون تابویی که شما عرض میکنید، من همه حرفم اینه، اون تابو شکسته. بحث تابو که قبلش هم شکسته بود آقای علیزاده. مگه قبل برجام ایران مستقیم توی عمان با آمریکا مذاکره نکرد؟ مخفیانه. مخفیانه جان، خیلی خوب مذاکره کرد دیگه. حالا اونش پایگاه نظام برای بچه بسیجی و حزب الله ها، این که نماینده ایران دست کریو بگیره، خب اتفاق جدیدی بود دیگه. بله، عکسشه. مگه اینکه ببین این از اون چیزای حرف از شما بعیده با. یعنی شما وقتی مذاکره میگی که بحث گرفتن عکس که نیست، بحث این که برن توی میز بشینن پشت میز صحبت بکنن. اینها ایران بارها و بارها مستقیم دو جانبه سه جانبه رو در رو با آمریکا مذاکره کرده، اما چنان شعارش رو میدن به خصوص از وقتی که ترامپ اومد که گویی اگر بخوایم بریم مذاکره بکنیم انگار که مثلا یک دونه تابوی بزرگی داره شکسته میشه. و ما آقای علیزاده خیلی روشن بگم، فشارهای حد اکثری ترامپ ایران رو تسلیم نکرد، این تردیدی درش نیست، اما به مردم فشار زیادی آورده. مردم میخوان این فشارها رو
از بین ببرن. براشون نتیجه این کار مهمه. اینکه کی اول وارد اتاق بشه، کی دوم وارد بشه، چه جوری بشه، اینا میشه فرد. درست مثل برجام. ببینید اگر فرض کن در روز آخر برجام به توافق نمیرسیدن، این همه عکس یادگاری که گرفتن 2000 نمیارزید. برای اینکه گفتن آقا بالاخره تش چی شد، اطلاعی دادن که ما متاسفانه توافق نرسیدیم، مولان شده اومدید. اون میگن آقا این همه حال عکس یادگاری هم گرفتید برای خودتون. اون چه که اثر داشت نتیجه کاره. اگر شما حرفتون اینه که ما در مورد برجام نباید امتیاز جدیدی بدیم، من با شما موافقم. ما در مورد هسته‌ای بحث رهبری هم همینه. بحث نه بحث رهبری این نیست. نه اجازه بدید بحث رهبری دقیقاً اینه که حالا امیدوارم این باشه. من البته اگه این باشه خوشحال میشم، نه اینکه ناراحت بشم، ولی باید این نشون داده بشه. من فقط این جمله رو توضیح بدم. آیت اجازه بحث اینه. ببینید بحث اینه. اولا اینکه من از سال 76 به این ور یادمه که شما همیشه گفتین که اگر ما مذاکره کنیم با آمریکا مسئله حل میشه. دو سال ایران مذاکره کرد، گفتن اگر سر هسته‌ای ما بشینیم و هسته‌ای رو بدیم مسئله حل میشه. دو سال ایران مذاکره کرد، تمام سیاست ایران از سال 92 که اصلاح طلبان هم پشتش رفتن، خود شما از داخل زندان حمایت کردین از انتخاب روحانی به خاطر و به خاطر مذاکره و برجام. 6 سال تمام کشور گروگان برجام بود و شما به من بگید نتیجه این برجام آیدیش برای مردم، برای راننده تاکسی تو تهران، برای کشاورز تو اصفهان، برای معلم تو بوشهر چی بود؟ آیا هم تابوی مذاکره شکست که اگه فردا خدای نکرده آمریکا به ایران حمله کنه، دل اون کسی که میخواد بره جلوی آمریکا وایسه و کشتشه خالی‌تر از قبله، چون فکر می‌کنه که ما دیگه اونقدرم آمریکا ستیز نیستیم. هم تابوی آمریکا شکست، هم هسته‌ای رفت اون سرمایه 10 15 ساله. همین که شما به من بگید آیت الله آیدی برجام برای شهروند معمولی نه عزت میخواد، نه استقلال، نه حرفای گلدرشت و آرمان خانه، آیدی برای زندگی معیشت و معیشت فرد عادی تو تهران چی بود؟ ما از زمانی که وارد جنگ اقتصادی شدیم، یعنی از سال 90، یعنی از زمانی که تحریم نفتی و بانکی شدیم، یه مرحله داریم. برجام نشده بود در زمان های احمدی نژاد از سال 90 تا 92. برید از این مردم بپرسید، بگید که اقتصاد ایران، بهداشت ایران، سلامت ایران در سال 90 و 92 چه اتفاقی افتاد. ما تو زندان بودم، همون زمان تو مطالبم نوشتم، گفتم ما یه پراید داشتم و گفتم این قیمت 6 میلیون بود، یه ظرف یه مدت شد 20 میلیون، برای اینکه دلار شد 1000 تومان شد 3000. از سال 92 جان، از سال نیست تا امروز چی؟ از سال 92 برجام شروع شد مذاکراتش تا آقای ترامپ اومد زد زیر مذاکره. شما از این مردم برید بپرسید در اون 4 سال اولی که مذاکرات در جریان بود و بعد ما به توافق برجام رسیدیم، دلار چقدر گرون شد، کالاها چقدر گرون شد، اقتصاد ایران نرخ رشدش منفی شد یا مثبت شد؟ چون یادتون باشه ما وقتی که دولت تحویل گرفت، از نظر عقلانی شما بعد 90 تا 92 رو با 96 تا 98 مقایسه کنید. نه نه اجزه بده، اجزه بده. 84 تا 98 برجام. آقای علیزاده میگی برجام چی کار کرد؟ من میگم قبل از اینکه ما وارد برجام بشیم، وقتی که ما تحریم نفتی و بانکی شدیم، یا باید بریم این تحریم رو بشکنیم با مذاکره، یا باید بگیم مذاکره نمی‌کنیم، تحریم ادامه پیدا کنه. ما سه مرحله داریم. یه مرحله 90 تا 92 داریم که در این مرحله برجامی در کار نیست. مذاکره داشتیم ولی به توافق نرسیدن، رفتن تو عمان نشستن به توافق نرسیدن. 92 که مذاکره شده، اقتصاد ایران رونق گرفته، قیمت دلار ثابت شده، تورم تک نرخی شده از 30 و 40% و همه احساس کردن که یک دوره جدیدی آغاز شده، به گونه ای که به همین دلیل آقای روحانی سال 96 چند میلیون بیشتر از سال 92 رای میاره. چرا؟ چون مردم میگن ما راضی هستیم، این روندی که اومد روند خوبیه. آقای ترامپ اومد زد زیر برجام، چه اتفاقی افتاد؟ دوباره شدیم مثل سال 90 و 92 و بلکه بدتر. برای اینکه الان فشاری که رو جامعه هستش، وقتی تضعیف میشه جامعه، تحریمی که میاد روش بیشتر میشه. بنابراین دوباره دلار چند برابر گرون شد، نرخ تورم وحشتناک 30-40% شد و بقیه مشکلات اقتصادی که جامعه میدونه. سوال الان این آقای علیزاده، ما میخوایم دوباره 92 تا 96 رو احیا کنیم یا میخوایم 90 تا 92 یا 96 تا 98 رو ادامه بدیم؟ ببین چند ماه دیگه انتخابات ریاست جمهوری در ایرانه. من از حالا به شما میگم حتی نامزد سپاه اعلام خواهد کرد که مردم ما وقتی که میایم میریم به سمت اینکه تحریم رو بشکنیم،
برای اینکه میدونه اگه این تحریم شکسته نشه این مشکلات و این فشارها خواهد بود. بنابراین همه مشترکین در شعار دادن اینکه الان به این نتیجه رسیدیم که تحریم باید لغو بشه. حالا در تاکتیکش که کی بره مذاکره کنه، کی مذاکره کنیم، در چه سطحی مذاکره کنیم. فقط یه سوال دیگه هست، چون از من اونو میپرسند که شما پرسیدید که آقا ما غیر از هسته‌ای ابزارهای دیگه داریم برای مذاکره؟ به نظر من داریم، که اون حالا تو قسمت بعدش میپردازم که چه اتفاق میفته. بنابراین شما اون سوال که از راننده تاکسی بپرس، بریم همین الان از راننده تاکسی بپرسیم، بگیم 90 تا 92 که برجام نبود اقتصاد کشور چی بود؟ 92 که مذاکرات برجام شروع میشه تا روزی که آقای ترامپ اعلام میکنه من میخوام از برجام خارج بشم اقتصاد کشور چه مسیری داشت؟ از زمانی که آقای ترامپ خارج شد اقتصاد کشور چی خواهد شد؟ و بعدم این سوال ازش بپرسیم که آقای شهروند هر شغل شما داری، به نظر شما ما باید بریم به سمت لغو تحریم ها یا بگیم که خیلی خوب ما میشینیم خونمون اعلام میکنیم آمریکا تحریم ها را لغو بکند، اگرم نکرد ما کار خودمون رو انجام میدیم؟ ببین جواب شهروند چی خواهد بود. دو تا اختلاف داریم آقای تایزاده اینجا. یکی اینه که شما نباید 92 به نظر من 90 تا 92 رو نباید با 92 تا 96 مقایسه کنیم، برای اینکه واقعا هیچ گروهی هم که میگید هیچ گروهی تحریم خواه در ایران که نیستش که. چرا اصلا نه. چرا ما کاسبان تحریم داریم به طور جدی؟ میگن نعمت تحریم، میگن تحریم شعارهای انقلاب رو احیا میکنه، میگن اگه تحریم نباشه ما به سمت تجمل میریم، رسما تو نمازای جمعه دارن میگن. ما آقای جلالی از یار غار آقای لاریجانی رئیس کمیسیون رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود، الان شده سفیر ایران توی مسکو، مصاحبه کرد رسما گفت بخشی از اصولگراها، منظورش جناح تندروشون بود، میگن ما دو تا رقیب داریم، یه رقیب داخلی داریم اصلاح طلبان، یه رقیب خارجی داریم آمریکا و تحریم، بین این دو تا، بین اصلاح طلبان و آمریکا، اصلاح طلبان خطرناک‌ترن، برای اینکه اگه اینا رقیب ما باشن انتخابات رو میبرن، ولی اگه ما با آمریکا درگیر شیم مردم میان پشت سر ما که آقا اینا دارن با آمریکا میجنگن. بنابراین نه تو ایران، اینکه من دائم میگم کاسبان تحریم واقعا انگ نمیزنم، کسانی هستن که منافعشون در تداوم تحریم هست، همچنان که ما کاسب جنگ هم داریم. البته در مورد جنگ چون رهبری موزش قاطعه کسی اصلا شوخی تو این زمینا نمیکنه، یعنی میدونه که اگه بخواد وارد بشه، ببین انقدر رهبری توی جنگ محکمه که حتی ترور سردار سلیمانی ایرانو وارد جنگ نکرد. دنیا میدونه وقتی که آمریکا میاد سردار سلیمانی رو تو عراق میزنه این یعنی اعلام جنگ با ایران. ما زیر سیبیلی در کردیم. چرا؟ چون رهبری به درستی تشخیص داده بود که الان نباید ایران وارد جنگ بشه، ما باید منافعمون رو جوری دیگه حمایت کنیم. ای کاش این حساسیت رو رهبری در مورد تحریم می‌داشت، اون وقت این مشکل ما پیدا نمی‌کرد. گفتگو دو طرفه شه. ببین آقای تایزاده دو تا مسئله است، یکی اینکه آقا من به تندروهای دو طرف کار ندارم، در اصلاح طلبها و چم دوستان شما هم کسایی هستن که میگن خطر اقتدارگراها و اون بخش اصولگراها از نتانیاهو اینا بیشتره و سال‌ها هم گفت اونا رو کنار همدیگه یه بسته کردن، نتانیاهو بن سلمان رو کنار چه من بخشی از نیروهای داخلی گذاشتن. کدوم از ما اصلاح طلبان این کارو کردین؟ سعید جلیلی گذاشتن. جانم کدوم از ما اصلاح طلبان این کارو کردین؟ در تمام سال‌های برجام میگفتن که نتانیاهو بن سلمان و تندروهای داخلی در کنار هم دیگه عملاً متحد شدن تا مانع شکل‌گیری برجام و اینو منم میگم، ولی نگفتم که بریم با نتانیاهو بسازیم علیه اینا. من به حسین شریعت‌مدار میگم چرا تو برجام موزد مثل نتانیاهوست، نه اینکه بگم که بریم با نتانیاهو بسازیم برای اینکه ریشه حسین شریعت‌مدار رو بزنیم. دو تا حرف کاملاً متفاوته. اینا رو با هم دیگه در واقع به شکلی هم ارزی کاذب بهش میگن. این شما دو تا نیرویی که یکیش آمریکا و عربستان و اسرائیل با تریلیون ها دلار سرمایه کنار چهار تا بچه حزب اللهی که جلوی مجلس تظاهرات میکردن که مثلا چه علی برجام شعار میدادن، فیل و فنجون رو کنار هم دیگه میذاشتن، میگفتن این دو تا با هم دارن مانع برجام میشن. برای اینکه 40 سال اینا میگن که شما آمریکایی هستید، میگیم چرا؟ میگن چون وقتی میگید دموکراسی این حرف آمریکاییاست، وقتی میگید انتخابات آزاد این حرف آمریکاییاست. این پاسخ ما به اونا بود که اگر همسویی بده، الان که نتانیاهو تمام نیروشو گذاشته برای اینکه برجام رو بهش آسیب برسونه، تو دیگه نرسون. تویی که میگفتی همسویی بده، تو این کارو نکن. اگر کردی معلومش اون حرف اولت هم قبول نداری. بنابراین ما از این زاویه میکردیم. آسیب نبوده. اینا داشتن حالا سنگ اندازی نبوده که واقعا مانع برجام شه. خودتون میدونید که برجام شدن مانع شدن. شما وقتی که سفارت عربستان آتیش میزنن مگه شاخ و دم داره مانع شدن؟
سفارت عربستان زدن یعنی این که آقا ما هنوز میخوایم توی دنیا یه کارهایی بکنیم که با برجام معناش این بود که این کارها رو دیگه نمیخوایم بکنیم. اصلا مثل کار اشتباهی بود خیلی خوب ولی کردن کاش میرفتن و مسئولانشو دستگیر میکردن و به شکلی به حسابشون میرسن الان ارتقا دادن شده نمیدونم کجا جدا بوده قبل از برجامه نه بحث ما قبل از برجامه این که صدای مخالف خانی که میتونست برای ایران امکان چانه‌زنی بیشتر بیاره. همه تو آمریکا تام کاتن و به شکلی خیلی از جمهوری‌خواها مرتب مقابل اوباما ایستادن و اون احساس کردن که ایران به شکلی صدای مخالف ایجاد کردن. تو ایران ما نذاشتیم که حتی 4 بچه دانشجو و دلواپس بیان بگن آقا ما با این برجام به این شکل مخالفیم. چه بسا دست ظریف رو در مذاکرات بازتر می‌کرد. شما می‌دونید که چند صدا بودن یک کشور احتمال امکان مانور رو بیشتر می‌ده. اما بحث ما چیز دیگه است. بذار من این نکته رو بگم معذرت میخوام. ببین آقای علیزاده من اصلا مشکلم اون 4 تا دانشجو یا جوونی که میان اعتراض میکنن که نیست. بیان بکنن. من همچنان که گفتم حتی مشکلم این نیستش که ما تو اوج برجام رهبری بیاد اول آمریکا رو بشوره بذاره کنار. اشکالی نداره بگیم ما موضوع ما اینه. اتفاقا منم موافقم. آقای ظریف باید بگه ما با این رهبری اومدیم سر مذاکره و یه ذره اگه بخواید عقب جلو بکنید رهبر میگه میز مذاکره ترک کنید. من مشکلم اینه میگید که کسان نیستن که بخوان مشکل ایجاد کنن. آقای روحانی تو این شرایط بلند شده رفته اروپا همزمان یه نفر پیدا میشه که میخواد بره توی نام ستاد مجاهدین خلق بمب بذاره دیپلمات ایرانی. میگیم آقا این یه توطئه است، این یه کار نفوذیه، این نمیشه عادی باشه. آخه تو این شرایط کدوم آدم عاقلی همچین کار خبطی رو مرتکب میشه؟ این بس این نیست که 4 تا جوان رفته شعار داده یا تظاهرات کرده. که من میگم جلو اینو بگیرید، جلو این که سفارت رو ببینید. آقای در سال 90 اتفاقا یکی از دلایلی که میگن که آقای احمدی نژاد هر روز میگه راست و دروغش با خودشون، اگه مخالفینش ما میگن که از جنای اصولگرا نیست خودشون میان تکذیب کنن، میگه اصلا ما تحریم نفتمون به خاطر این شروع شد که اینا رفتن سفارت انگلیس رو اشغال کردن، اگه نکرده بودن اتفاق نمیافتاد. بنابراین من بحثم این نیستش که 4 تا جوون شعار بدم و ما اونجا بگیم ما مخالف داریم. ببین درست مثل امروزه که من نشستم میگم آقا درست ترامپ باخته، ولی 74 میلیونی که بهش رأی دادن نشون میده که توی آمریکا یه اتفاقاتی داره میفته، باید حواسمون باشه. تو ایران هم ما یکی سایی داریم تو اون رو هم متحدن، ما با آمریکا نباید بذاکر. ولی عملا اینها کار شکنی میکردن. اینها رو من انتقادم به حکومت اینه که جلوش نگرفتی، نه اینکه چرا جلو تظاهرات 4 تا دانشجو نگرفتی. خب بس بکن. آقای تایزاده بخوام جای خوبیه. ببین حالا ما میاد از بحثی که من می‌خواستم انجام بشم دور شدیم، ولی ببینید قبول دارین که این دو طرف است؟ قبول دارید که دو طرف رادیکال‌های دو طرف در سیاست در مسائلی که مربوط به امنیت ملیه و همه باید توش متفق باشن وارد میشن و امنیت ملی و مسائل کلان سیاست خارجی رو گروگان میگیرن؟ حالا ما از سال 57 اینقدر 58 این قضیه رو داشتیم تا به امروز. خب فقط هم اون طرفیا نیستن، اگر اون طرفیا واقعا به قول شما ترور کردن در اروپا، این طرف هم روزی که آقای خامنه‌ای اومد به شکلی ابراز اقتدار ایران کنه، خب اگر آمریکا از برجام بیاد بیرون ما آتیشش میزنیم، که حرف معقولی که بگم ما عقب نمیریم، ما ضعیف و بدبخت و تو سری خور نیستیم به عنوان یک ملت. فرداش آقای روحانی اومدن و دقیقاً برعکسشون گفتن، خب به شکلی پس دادن اون حرفو. یعنی ما به این شکلی در سرتاسر این نظام دعوای داخلی سیاست داخلی رو به سیاست خارجی میکشیم. حالا من مثال بزنم برای شما. تو انگلیسی که من زندگی کردم 20 ساله بحث در مورد ترایدنت یا سلاح‌های هسته‌ای انگلیس بود که حدود 100 میلیارد پوند قیمتشه و این سال‌هایی که ریاضت اقتصادی بوده به مردم فشار اومده، خیلی‌ها گفتن که تو نیروهای چپ خارج از نظام گفتن که آقا دیگه این پولو خرج هسته‌ای نکنیم. ولی دو طرف هم حزب کارگر و هم حزب محافظه‌کار جرأت نکردن که از اون چیزی که نظام مستقر یا به قول شما دولت پنهان میگه تعدی کنن. کسی که این کار کرد جرمی کوربین بود که عملا تمام نظام رو حذفش کرد. تو آمریکا سر ایران ستیزی، اینکه ایران خطر برای سیاست خارجی آمریکا، بین دموکرات ها و ریپابلیکن ها اتفاق نظره، فقط رو تاکتیک دعواست که با تحریم ایران رو نابود کنیم یا با جنگ نابودش کنیم. سر اهمیت اسرائیل اتفاق نظره. همین الان دیدین که دیروز دولت ترامپ در آخرین روز بودنش در کاخ سفید گفت امارات و بحرین متحدان استراتژیک آمریکا هستن، چون با اسرائیل ساختن. دموکرات‌ها استقبال کردن. بحث ما اینه که چه تندروهای دست راستی، چه تندروهای دست چپی و اصلاح طلب، چه محافظه‌کار میخوان بیان تو سیاست خارجی دخالت کنن. سوال من از شما اینه، آیا نباید یک نقطه اتکا که بقول شما آقای خامنه‌ای باید باشه، به قول شما کسی باید باشه که معدل نظامه، حالا نظام و مردم با هم دیگه میگه جنگ نمیشه، الان هم مذاکره نمی کنیم،
و فرد آقای خامنه ای هم من شخصا معتقدم تحریم خواه نیستش. علتی که میگه ما از تحریم نمیترسیم اینه که بگه آقا ما اونقدر عاجز نیستیم که اگر تحریم ادامه پیدا کنه بریم بگیم موشک هیچ چی، خاکمون که هیچ، خوزستان هم میدیم، فقط شما تحریما رو بردارید. میخواد ابراز عجز ایران نباشه، بگه آقا اگه تحریم هم باشه ما از حقوق دفاعی حداقلی میتونیم دفاع کنیم، حتی لازم شه چند سال دیگه هم تحریم رو تحمل کنیم. خب همه حرف کسایی که میگن تحریم نعمته اینه که ما نمیترسیم، ما حتی شاید لازم باشه از این به عنوان امر مثبت استفاده کنیم. کسی دنبال تحریم، اگه دنبال تحریم بود آقای خامنه ای که سال 90 تو عمان مذاکره 91 مذاکره نمیکرد که، اگه دنبال تحریم بود که انتخاب 92 رو به رفراندوم هسته‌ای تبدیل نمیکرد که، اگر بود که آقای روحانی که از اول گفت برجام مذاکره رو نمیذاشه رئیس جمهور شه که. برای همین من تعجب میکنم که شما حداقل معدل نظام که آقای خامنه ای باشه رو تحریم خواه جلوه میدید. ببین عزیز من، اگر که منظور شما اینه رهبری هر چی بگه ما بیایم بگیم چون میخوایم تقویت کنیم معدل نظام رو بگیم این حرف درسته، من اصلا اینو قبول ندارم. رهبری اگه موضع اشتباهی گرفت باید نقدش کرد و این حق ماست و در کشورهای دموکراتیک هم کاملا جا افتاده. الان رهبری هم اخیرا اعلام کرد ما واکسن از آمریکا و انگلیس نمیخریم. این حرف غلطی است. رهبری حق داره بگه اگه میخواید واکسن بخرید مثلا این 5 تا شرط رو داشته باشه بسیار، اما حق نداره اینجوری وارد بشه و با سلامت مردم باشه. اجازه بده در مورد مسائل هسته‌ای رهبری اعلام کرد که تولید سلاح هسته‌ای حرامه و بعد اعلام کرد هم تولیدش هم نگهداریش توزیعش و هم کاربردش هر سه حرامه. من چند بار از این موضع دفاع کرده باشم خوبه؟ علنی. جالبه براتون میگم، اولین دفاعی من مال زمانی بود که من زندان بودم و اعلام کردم این حرف رهبری حرف درستیه، حرف استراتژیکه. بنابراین اگه رهبری حرف درستی میزنن من خودم رو موظف میدونم حمایت بکنم. نمیگم چون یه جای مثلا به سیاست انتخاباتی آیت الله خامنه ای انتقاد دارم اینجا بعد انتقاد کنم، نه، میگم این حرفش درسته. اگر حرف غلطی میزنه میگم حرف غلطیه. این که اگه آمریکا بیاد بیرون ما برجام آتیش میزنیم حرف غلطی بود. ما برجام بین ما و آمریکا نبود، این برجام مردش هم تونست سه بار آمریکا رو تو شورای امنیت سازمان ملل شکست بده، آمریکا رو منزوی کرد. آمریکا در طول عمرش از بعد از تأسیس سازمان ملل متحد تا الان به اندازه این 4 سال شکست سیاسی نخورده بود که هرچی قطعنامه ببره با یه رأی و دو رأی رأی بیاره و شکست بخوره. بنابراین اون حرف که غلطه باید گفت آقا این حرف غلطه و تکرار نشه. یه وقت حالا میخوایم ظاهرسازی بکنیم ممکنه این مورد بگیم آره رئیس جمهور اینو نگه، یکی دیگه نگه، یکی دیگه بگه. در مورد هسته‌ای هم مسائل امنیتی، ببین الان چون خیلی تو ایران دوباره بحث شده، خوشبختانه داره فضا این فضای مجازی یه جوری شده که حرفا رو دارن میزنن که آقا ما سلاح هسته‌ای میخوایم برای امنیت. من یک دو تا نکته اجازه در این زمینه بگم که الان وارد بحث شدیم. فقط فهم میخوام طولانی نشه چون من همین سر بحث هستی سر بحث بگو. شما بگو بعد من اول بحث شما فرمودین که در این مورد که آقای خامنه‌ای مانع جنگ به ایران شده شما ازشون دفاع میکنید و من میخوام به دو نکته شما رو برگردونم. اولش این که اگر شما رو برگردیم به سال 76 به آقای مصطفی تاج‌زاده 76، شما اون موقع با همین سیاست‌های دفاعی و نظامی آقای خامنه‌ای مخالف بودید و اگر اون موقع واقعا شما همه نقدهاتون عملی شده بود، آیا واقعا امروز ایران به جرگه عراق و لیبی و یمن و سوریه و افغانستان نپیوسته بود؟ و یعنی من معتقدم که همین نقدایی که شما امروز دارید رو به سیاست‌های رهبری اگر دهه 70 و دهه 80 موفق شدیم عملی کرده بودیم، ایران الان با موشکش داده بود، ایران با الان حزب الله رو واگذار کرده بود، هیچ وقت با هشت و شعبی رو به شکلیش تن نمیداد، سپاه قدس رو بیرون آورده بود، به روسیه هم کاری نداشت، سرش هم دلار عربستان خم کرده بود. الان ایران احتمالاً تبدیل شده به کشور بعدی که اشغال شده بود. خب برای همین یه سوال از شما دارم آقای تاج‌زاده، در این 30 سال نقد شما به رهبری زیاده، منم به رهبری به سیاستش درباره حجاب نقد دارم، به سیاست‌های فرهنگیش نقد دارم، مهمتر اصلا به سیاست‌های اقتصادیشون که من معتقدم رسما نئولیبراله من به اون هم نقد دارم، یعنی معتقدم فرق چندانی با بقیه سیاست‌های نظام نداره در خصوصی سازی و غیره، اما یک جا معتقدم که اگر شخص آقای علی خامنه‌ای در مورد مسائل امنیت ملی، نظامی و دفاعی ایران سرسختی نکرده بود و به خاطر اون سرسختی محبوبیت اجتماعیش هم از دست نداده بود و قربانی نکرده بود و نذاشته بود که شما ازش یک بعض جاها یک
تصویر کاریکاتوری بسازید که یک تنه انگار مانع خوشبختی و سعادت مردم ایران شده، الان ایران ایرانستان بود، آذربایجان توش جنگ بود، کردستان توش جنگ بود، خوزستان جنگ بود، توی خراسان با افغانستان جنگ بود. حاضرین شما بعد از این 30 سال یک کردیت، یک اعتبار، یک پوان با آقای خامنه‌ای بدید که آقا شما تو سیاست نظامی و دفاعی درست میگفتی و تو در دهه 70 ما شاید یه مقدار ساده بین بودیم، ما شاید خیلی گرفتار اون تصویر آخر پایان تاریخ فوکویاما شده بودیم و فکر میکردیم که آمریکا اومده که دیگه ابرقدرت مطلق بمونه تا ابدالدهر. خب و ما ندیدیم که آمریکا ممکنه هم افول کنه، همین که آمریکا ابرقدرت مهربون اقتصادی نیستش، ابرقدرت نظامی که اشغالگر میاد منطقه رو میکوبه. و مرسی حداقل سر این نقطه ما به شما میگیم آقا شما از ما جلوتر بودیم. قبول شما قبول نه، برای اینکه شما من نمیدونم این پیش فرضا رو از کجا آوردی که اگه ایران بود موشک اسلحه بود موشک نداشت، اگه اسلحه بود حزب الله نابود شده بود، و اگه اسلحه بود ایران شده بود ایرانستان. از اونجایی که آقای احمد شیرزاد توی مجلس ششم که توسط دوستان توسط خود شما شکل گرفتش گفتن که ما میخوام جام زهر هسته‌ای رو به رهبری بخورونیم، سر این که سر این بوده که ما نباید در منطقه آشوب بپا کنیم، سر این که گفتن که ما میخوام از سیاهکاری های ایران در منطقه حرف بزنیم، سر این که میخواستن رابطه با حزب الله رو قطع کنن، سر این که همین الان معتقدن که ایران نباید توی منطقه دخالت کنه، در حالی که من دخالت شما میدونین که ابزار دفاع ایران بود. شما داری مصاحبه میکنید نه سخنرانی. بفرمایید شما. عرض به حضور شما که ما در سال 76 از افتخاراتمون اینه، هم در 76 هم در 92 ایران رو از جنگ نجات دادیم. یعنی 76 امریکا به بهانه انفجار الخبر عربستان قرار بود چند نقطه رو در ایران بزنه و اگر میزد معلوم نبود عکس العمل ایران چه خواهد بود و احتمال داشت که ما وارد یک جنگ بشیم. اتفاقا حضور مردم باعث شد که اون حملات آمریکا منتفی بشه با یه انتخابات حماسی که معلوم شد یه رژیم مشروع و مشروع‌ترین رژیم خاورمیانه هستش و این انتخابات برشکوهش نفری اومده که رهبری دلش کسی دیگه رو می‌خواسته. بنابراین این سال 76 در طول 76 تا 84 هم بنده تو وزارت کشور بودم یه مقطعش رو. به شما عرض می‌کنم امترین دوره جمهوری اسلامی بعد از جنگ مال همون مقطعه. تو همون آذربایجان و تو سیستان بلوچستان و تو کردستان، برای اینکه ما امنیت رو با کمک مردم خود همونجا و با بزرگان و نخبگان همونجا قرار کردیم و انقدر امنیت ایجاد کردیم آقای علیزاده که وقتی سال 78 می‌خواستیم قانون شوراها رو اجرا بکنیم و شورای شهر و روستا رو تشکیل بدیم، می‌دونی بزرگترین انتقاد به ما بود این بود که تا می‌گفتیم می‌خوایم در سراسر کشور شورا رو تشکیل بدیم، می‌گفتن مهاباد می‌خواید شورا رو بدید دست مردم شهر مهاباد، می‌گفتیم بله می‌خوایم بدیم دست مردم مهاباد. 20 سال دادیم شورای شهر رو دست مردم مهاباد. شما یک گزارش دادی که در اونجا یک اتفاق غیر امنیتی اتفاق افتاده. منتخبینشون هم همه برادران و خواهران اهل سنت هستن، شهردارشون هم از خودشون از عزیزان اهل سنت، کل شهردار از خودشون. این امنیت رو نه تنها ما دادیم، بعد از ما هم هیچ کس جرئت نکرد بگه که آقا در کردستان یا سیستان بلوچستان یا جای دیگه مثلا شورا نباید باشه برای اینکه مشکل امنیتی پیدا کرده. جالبه برات بگم که در شوراها هم رهبری هم آقای هاشمی رفسنجانی هر دو بزرگوار به ما توصیه کردن که شورا رو برگزار نکنید، نه از جهت اینکه از نظر سیاسی می‌خواستن این امتیاز به دولت اصلاحات داده نشده، واقعا نگران کشور بودن، مدیریت اجراییش و اینکه چه اتفاقی می‌افته. و ما بعد از گزارش‌های مفصلی که تهیه کردیم و کارهای بزرگی کردیم به جای رسوندیم که اولین شورا که تشکیل شد سال 78 یعنی 79 اردیبهشت تشکیل شد با پیام رهبری تشکیل شد، اینقدر این شورا خوب. در سال 92 هم با برجام اتفاقا سایه جنگ برطرف شد از سر ایران و تا وقتی که اتفاقا برجام نه فقط جنگ اقتصادی رو منتفی کرد، جنگ سایه شوم جنگ رو از سر ایران برد. 4 سال وقتی که یه لحظه ایسه بید 4 سال وقتی که برجام بود این مملکت امن بود. اتفاقا از زمانی که آقای ترامپ اومد و از برجام خارج شد احتمال جنگ افزایش پیدا کرد و ما تو 2-3 مقطع، یکی سر پهپادها یکی سر ترور سردار سلیمانی، تا مرز جنگ پیش رفتیم. بنابراین اتفاقا اصلاحات یکی از دستاوردهای بزرگش اینه که هر وقت اومده امنیت رو
برقرار کرده و ایران را از جنگ نجات داده. اما اینم همینجا بگم چون دو تا مثالی که زدی، شما با هر سپاهی که میخوای بعد از من برو مصاحبه بکن، اگر گفت در طول 8 سال دولت اصلاحات و دولت‌های روحانی هم باید همین باشه، من تو چون قطعاً مطلع نیستم یه کمی با شلتر این ادعا رو می‌کنم، ولی در دوره اصلاحات رو مطمئن هستم. برید بپرسید که آقا در دوره اصلاحات صنایع موشکی جمهوری اسلامی عقب رفت یا جلو رفت؟ چی گفته دولت اصلاحات میگه که موشک رو باید بدیم؟ چی گفته دولت اصلاحات میگه که ایران باید ایرانستان بشه؟ اگه اینجوری بود که میلیون‌ها مردم نمی‌مدن به اصلاحات رأی بدن اگه انتخابات آزاد باشه که. اما نکته آخر من اینه، ببین من عرض کردم یه وقت شما میگید نگفته ایران باید ایرانستان باشه، اصلا به هیچ وجه دولت اصلاحات نگفته ایرانستان باشه. من میگم اون سیاست هایی که تنش زدایی رو ازش یک فتیشی ساخت، ازش یک بوتی ساخت که انگار با تنش زدایی همه مشکلات ما حل میشه. آقای تاجزاده تو سال 76 چند نفر تو انتخابات شرکت کردن؟ 20 میلیون نفر با آقای خاتمی رای دادن، 30 میلیون شرکت کردن، 25 سال 80 چند نفر تو 30 میلیون سال 80 چند نفر تو انتخابات شرکت کردن؟ خب این همونست که اون بحث مناقشه‌ای که دوستان دارن دیگه. بیشتر ببینید یه سال من جواب بدین، چون سال 80 چند نفر بیشتر شرکت کردن؟ خب بله، برای اینکه جمعیت هم 15 میلیون اضافه شده بود، اون که روشنه که بسیاری. خب آقای تاج‌زاده سال 80 در خرداد ما یک انتخابات پرشکوه در ایران برگزار شد، اصلاح طلبی، تنش‌زدایی و ایجاد ایران برای همه ایرانیان به رأی گذاشته شد، رأی بسیار زیادی آورد خرداد ما. در آذر اون سال اگه شما خاطرتون باشه ایران در کنفرانس بن که نمایندهش جواد ظریف بود همکاری 100% رو با دولت آمریکا و دولت بوش کرد، یعنی برای همه کار که تنش‌زدایی انجام شه و باعث انتخاب کرزای شد، باعث شد که با اینکه ایران در افغانستان سرمایه‌گذاری چند دهی داشت همه رو کنار گذاشت، ما با آمریکا نمی‌خوام در بیافتیم، توانش هم نداریم. و این فقط خواست دولت اصلاحات نبود، من معتقدم خواست کل نظام بود. ایران مجموعاً عقلانی رفتار کرد، نخواست آمریکای وحشی شده را از 11 سپتامبر رو تحریک کنه. و بعدش چه اتفاقی افتاد؟ در اواسط دی ماه جورج بوش ایران رو به عنوان محور شجاعت اعلام کرد. همه دعوای من با شما ای تاج‌زاده اینه که اگرچه مردم بسیار مهمه، اصلا یکی از دو سه تا عامل مهم حضور مردم، مشارکت مردم، ما اینجا با هم مناقشه ای نداریم، اما این همش نیست. اگر طرف آمریکایی، اگر قدرت نظامی ایران ضعیف باشه، طرف آمریکایی فارغ از اینکه ما مردممون خاتمی رو انتخاب کنن یا از خاتمی دموکرات‌تر و بهتر محمد مصدق رو انتخاب کنن، آقای تاج‌زاده آمریکا ایران رو ویران خواهد کرد. آمریکا با بولدوزر از ایران رد میشه. همونطور که همون دولت خاتمی در سال 76 که شما میگید مانع جنگ شد، در سال 80 81 ایران تا آستانه جنگ برد. شما میدونید که وزلی کلارک گفته که بعد از اشغال عراق و بعد از قرار بود که سوریه و لبنان و لیبی هم بگیرن، بعد بیان سراغ ایران. اشغال ایران فارغ از اینکه چه کسی توش رئیس جمهوره، برای طرف آمریکایی بین تاج‌زاده و احمدی نژاد، برای طرف آمریکایی بین خاتمی و رسایی فرقی نداره. آقای تاج‌زاده اگر ما ابزار دفاعی نداشته باشیم شیر ما رو قورت خواهد داد، شما اینو قبول دارید؟ ببین عزیز من، با سوال شما من نمیدونم باید به چه زبانی به شما توضیح بدم. یک اصلاح طلب در دوره اصلاحات شما پیدا نمی‌کنید و حتی یک منتقد اصلاح طلب بگه در طول اون 8 سال دولت اصلاحات به صنایع دفاعی و نظامی کشور کم توجهی کرد. بنابراین تکلیف ما روشنه. بس اینه. اتفاقا تو هم بحث هسته‌ای رو به رفراندوم می‌خواید بذارید. هسته‌ای فرق می‌کرد. هسته‌ای شما الان خودت داری میگی که هسته‌ای رو وقتی میاری ذیل سرفصل دفاعی داری ادعای اسرائیلی‌ها رو تایید می‌کنی که آقا اینا هسته‌ایشون بمبه، صنایع نیست. چرا شما بحث هسته‌ای رو می‌برید تو جزء دفاعی؟ هسته‌ای ایران قدرت بازدارنده است. اگر خب لازم میشه ببین ممکنه که بمب بشه. الان رهبری که تو داری ازش دفاع می‌کنی میگه که آقا من این بمب رو نمی‌خوام، این حرامه. دکترین دفاعی کشور هم بر اساس دفاع غیر اتمی استوار شده. حالا شما، من دارم بحث دفاعی رو میکنم، تمام زور اسرائیل هم اینه که آقا اینا دروغ میگن، اینا دارن بمب میسازن. و شما جوری داری صحبت میکنی که آره ما اینو جزء توان بازدارندگیمون میگیریم. ما نمیخوایم ایران هسته‌ای بزنه. ایران بده. میتونه در یک هفته ببین قرار شد من میتونم حالا من صحبتام بکنم بعد یک هفته یک ماه دو ماه ما که مناظره نمیکنیم که قرار مصاحبه بشه. من صحبتام میکنم، شما هر سوالی داری بکن. ماشاءالله سوالاتم که چند دقیقه من اشکال نداره که بگو. من عرض کردم ما یه وقته که شما در مورد امنیت کشور صحبت میکنی، بنده ادعام اینه دولت اصلاحات و حتی دولت آقای روحانی تا قبل از ترامپ، ترامپ یه داستان جداییه،
تونستن امنیت رو به ایران برگردونن، هم امنیت نظامی رو به معنی که سایه شوم جنگ رو بردن کنار، هم جنگ اقتصادی رو منتفی کردن و هم آرامش دادن به جامعه. حالا اینکه ترامپ اومد به همزد یه بحث دیگه است. حالا شما یه سوال دیگه میکنی، میگی اصلاح طلبا سر قضیه بمب هسته‌ای انتقاد داشتن و گیر داشتن، که اتفاقا بعد از اینکه مجلس ششم تموم شد رهبری به فتوای صریح دادن، معلوم شد دیدگاهشون از این نظر مثل اصلاح طلبا است که بمب اتم رو نه تنها بازدارنده نمیدونن بلکه حرام میدونن. اما چرا؟ ببین عزیز من، من اصلا مستقل از این که خوب ایران بمب داشته باشه یا نداشته باشه، بذار تکلیف جامعه رو از دید خودم روشن بکنم. ما اگر ایران، هر رژیمی در ایران سر کار باشه، شاهنشاهی، کمونیستی، جمهوری اسلامی، هر کسی، زمانی میتونست به بمب هسته‌ای دسترسی پیدا کنه که ما در عصر جنگ سرد به سر می‌بردیم و نظام دو قطبی، یعنی تا سال 1170 هم شاه میتونست دسترسی به هسته‌ای پیدا کنه، هم ما تو اون 10 سال، همچنان که بقیه کشورهایی که دسترسی پیدا کردن در دوره جنگ سرد دسترسی پیدا کردن. نظام بین الملل به گونه‌ای بود که امکان این که کشوری علارغم مخالفت آمریکا اما با اتکای به شوروی، کل شمالی شورای تایزده، کل شمالی حالا عرض می‌کنم، یا چین بتواند به سمت سلاح هسته‌ای پیش بره، وجود داشت در حمایت پشت با حمایت یکی از این دوتا. ایران از سال 70 به این طرف نمیتونه به سمت بمب اتمی بره، برای اینکه اگر بخواد به سمت ساخت سلاح هسته‌ای بره، بدون تردید آمریکا باش وارد جنگ خواهد شد. ممکنه نیاد اشغال کنه ایران رو، شروع میکنه مراکز رو زدن، چون خط قرمز اینه که ایران بمب اتم نداشته باشه. بنابراین اگر منظور اینه که بمب اتم داشته باشیم که ما امنیت داشته باشیم، ایران 30 سال بعد از جنگ تحمیلی جنگ نداشته، از این جهت هم عرض کردم رهبری هم نقشش مثبت بوده، و به لحاظ استراتژیک هم اگر اون سه عنصر رضایت ملت، اقتصاد قوی و نیروی مسلح مقتدر داشته باشه، هیچ کشوری توی منطقه جرأت حمله با ایران رو نخواهد داشت. اما بذار اینم اضافه بکنم، کسایی میگن که آقا اگر ما بمب اتم داشته باشیم وقت میریم با آمریکا مذاکره میکنیم، چه امتیازهایی خواهیم گرفت؟ من صحبتم با اونا اینه، شما همین الان کره شمالی بمب اتم دارد، موشک بالستیک هم داره، آمریکا هم میتونه بزنه، چه امتیازی تونسته تو مذاکرات بگیره؟ چرا ما رو معطل یک سلاحی میکنید که کل کشور رو فقیر بکنیم، عقب مونده بکنیم، آسیب پذیر بکنیم، که میخوایم، چون الان رسما دارن میگن مذاکره بعد از بمب اتم، این یعنی که مذاکره نشود، این یعنی اینکه دنیا رو علیه خودمون بسیج کنیم. چون سر بمب اتم آقای علیزاده، فقط آمریکا نیست که با ما مشکل داره، اروپا نمیخواد به ایران بمب اتم داشته باشه، روسیه نمیخواد، چین نمیخواد، همسایگان ما نمیخوان، دنیا نمیخواد ایران بمب اتم داشته باشه، چون همشون این رو به ضرر خودشون ارزیابی میکنن. منطقه ما منطقه وحشتناکی از این جهت که یکی بمب اتم داشته باشه، فردا بقیه کشورها عربستان اینور اونور هم چجوری برن بمب اتم پیدا کنن و اصلا هیچ معلوم نیست چی تاش بمونه. پاکستان داره با اتفاق نیفتاده. ما سیاستمون به عنوان یک سیاست استراتژیک باید این باشه، دنیا باید از منظر سلاح هسته‌ای خلع سلاح بشه، یعنی این رو به عنوان استراتژی بذاریم، نه اینکه چون آمریکا داره یا چون فلانی داره ما میخوایم داشته باشیم. و به نظر من رهبری با علم به این هاست که گفته حرامه، نه اینکه چون رفته کتاب جواهر الکلام خونده به این نتیجه رسیده که بمب هسته‌ای حرامه. اگرچه من معتقدم که اولا که پاکستان و هند به اصطلاح دست پیدا کردنشون و کره شمالی متأثر از جنگ سرد نبود و دقیقاً خارج از از اونجا شروع شده بود، اومده بود، ادامه پیدا کرده بود. شاید اگر انقلاب نمی‌شد، شاید این خاطرات آیه چیز هست، شاید شاه به سمت اینکه سلاح هسته‌ای پیدا بکنیم برود. منتها تو اون فضا ممکن بود. امروز ایران اگر بخواد، ببین مسئله سوال روشن از شما میکنم، تمام این پروژه‌ای که نتانیاهو گفتش که داریم با کی شما صحبت میکنیم؟ خب این سندایی که من دزدیدم، من طرفدار بمب اتم نیستم، آقای خامنه‌ای هم طرفدار بمب اتم نیست. شما الان دارین جواب چه کسی رو میدید؟ پس چرا شما وقتی من در مورد بازدارندگی دارم صحبت میکنید هسته‌ای رو اضافه میکنید؟ اگر هسته دیوانه جزء سه پان ایرانیست نیمه دیوانه جنگ طلب دنبال شکوه چم کوروش و داریوش، چه کسی دنبال بمب اتمه؟ پس چرا میگی بازدارنده است؟ بحث جمهوری اسلامی بوده، قدرت هسته‌ای ایران. خب قدرت هسته‌ای یعنی چی؟ یعنی بمب دیگه. نه بمب که بازدارنده نیست که.
انگلیسی‌ها میگن شیطان در این جزئیات. آیه تاج‌زاده اینکه دو سال آیه ظریف توی اتاق نشست برای مذاکرات سر همین جزئیات بود. چیزی که غرب بهش معتقده پنجره فرار اتمی ایران، یعنی اگر خدای نکرده روزی اسرائیل که وحشی‌ترین حکومت منطقه است و مجهز به 300 کلاهک هسته‌ای زمانی اگر خواست از تمام خط قرمزها عدول کنه، همونطور که جورج بوش در حمله به عراق از معادلات جهانی عدول کرد، سازمان ملل رو هم دور زد و کار غیرقانونی کرد، اون موقع ایران اسرائیل میدونه که ایران میتونه سه هفته این کارو انجام بده و بروسل بود تل‌آویو نابود کنه. همین مانع میشه که اسرائیل هرگز به ایران حمله کنه و همین مانع میشه که ایران هرگز بمب بسازه. برای همین در واقع چیزی لازم نیست که اصلا ما به سمت بمب بریم که سرش بحث کنیم. قدرت بازدارنده هسته‌ای ایران، اینکه آقا ایران این دانشو داره. باز به شما جواب بدم، اگر این دانشو نداشت 6 تا قدرت بزرگ جهان ایران تحویل نمیگرفتن که دو سال سر میز مذاکره باش بشینن. پس اون قدرت اونقدر مهم بوده که 6 تا آدم 6 تا کشور بزرگ جهان بشینن و به ایران بگن ما حرفتو میپذیریم، اونو کنار بذار، دیگه پنجره اتمی هم نزدیکتر نکن. وگرنه من مطمئنم ایران تا آخر تاریخش هرگز بمب اتم نخواهد ساخت و به اون سم نخواهد داد. قدرت بازدارنده اتمی و هسته‌ای یکی اصلا نیست با قدرت بمب. برای این بحث بذاریم کنار. من یه نکته بگم بعد بذاریم کنار. ببین ما توی برجام چرا به توافق رسیدن ایران با اون 6 کشور خارجی؟ 5 علاوه 1 یا 3 علاوه 3؟ علت این که چرا به توافق رسیدن؟ برای این قدرت دفاعی ایران از یک مرزی به بعد، بعد از سال 86-87 که اتفاقا احمدی‌نژاد هم سر قدرت بود، غیر قابل انکار شد. ایران جنگ علیه اسرائیل در سال 86 پیروز شد. حزب الله که داری از سال من تفره میری، تنها قدرت یعنی ببین تاریخ منطقه است که اسرائیل شکست داده. همینطور در عراق آمریکا شکست 4 تریلیون دلاری خورد و متوجه شدن که با این حکومت که حالا حتی بخشی از خودشون مثل شما و دوستانتون هر روز ازش کاریکاتور میسازین و یه حکومت هم خیلی بیعقل ضعیف تو سری خوره، ولی دیدن که نه این حکومت. آقا من سوالام پس میگیرم، شما رفتی رو سخنرانی، من میگم چرا به توافق رسیدیم؟ علتش این بود که ایران گفت آقا من بمب نمیخوام. در همون جزئیات هم به توافق رسیدن که کاری بکنن که بمب نسازیم ما. اما اتفاقا کاسبان تحریم اومدن برای اینکه برجام رو خراب بکنن، گفتن آقا ایران اومده سیمان ریخته توی ریاکتورهاش و دیگه اصلا تموم شد، صنایع هستی ما نابود شد. دو تا دروغ گفتن، یکی گفتن تحریما برداشته نشد، یکی هم گفتن سیمان ریخت. الان خودشون ثابت کردن که دو تاش دروغ بود. چجوری ثابت کردن؟ با این مصوبه مجلس اعلام کردن که آقا ایران 20% بسازه و ایران شروع کرد و دنیا اینو جدی گرفت. معلوم شد که ما هیچ وقفه‌ای در صنایع و دانش هستیمون اتفاق نیفتاده. هر روزی که اراده بکنیم با یه ذره بودجه میتونیم به 20% غنی سازی برسونیم. تحریم هم که آقای جلیلی گفتش که از این 1500 تا چجونه 800 تا تحریم رو برگردون و جدیدم 700 تا اضافه کرد. بنابراین ما یه بازی برد برد کردیم. این بازی برد برد یک بار برای همیشه نیست. ببین آقای علیزاده، توی امریکا با روسیه با چین دعوا دارن، دعوای مختلف، همزمان مذاکراتشون هم دارن، تحریم هم حتی میکنن، خیلی وقتا هم حاد میشه دعواهاشون. ما اینکه فکر کنیم یه دفعه میشینیم یا با یه انتخابات کار تموم میشه یا با یه مذاکره کار تموم میشه، نه، ما یه چالش دائمی داریم و این چالش دائمی عقل رو ایجاب میکنه که در هر لحظه ای ببینیم چی به نفع ملتمونه، بر همون اساس تصمیم میگیریم. آقای خاتمی که رئیس جمهور شد با رهبری صحبتی داشتن، خیلی صحبت مهمی بود. آقای خامنه‌ای فرمود که این آمریکا ذاتش با ما خوب نمیشه خلاصه و تا نابود نکنه ما رو ول نمیکنه. آقای خاتمی گفت من به این بحث وارد نمیشم. فرض میکنیم که فرمایش شما درست باشه. یه سوال از شما دارم. اگر من بتونم آمریکا رو که الان فعال علیه ما مثلا میخواد بیاد به خاطر الخبر ما رو بزنه و بعضی از کارهای دیگه رو بکنه، منفعلش بکنم، یعنی آمریکای فعال علیه ایران رو تبدیل کنم به آمریکای منفعل علیه ایران، این کار بکنم یا نکنم؟ این کار به نفع کشور یا نه؟ رهبری گفت آره به نفع میکنم و چرا. اصلا بحث این نیست که من نیت آمریکا رو عوض کنم. اصلا بحث این نیستش که ببین آمریکا اسناد سفارت نشون میده که ما دیگه از مهندس بازرگان که آزادی خواهتر و چیزتر نداشتیم، که طراحی داشتن چگونه ساقطش بکنن، همچون که در دوره دکتر مصدق طراحی کردن که چجوری کودتا کنن. بله این حرف درسته که آمریکا جناح تو ایران نمیشناسه، میخواد نوکر میخواد،
اگر کسی نوکرش باشه، مال هر جن روحانی باشه یا مکلا باشه یا نظامی باشه یا سپاهی باشه یا ارتشی باشه، میپذیرتش، اگرم نباشه نمیپذیره. اما این همه مسئله نیست. مهم اینه که ما چگونه رفتار بکنیم که آمریکایی که میخواد ما رو نابود بکنه نتونه. درست مثل چینه که آمریکا نمیخواد بذاره چین قدرت اول بشه، ولی چین داره سعی میکنه که بدون جنگ و با تنش کمتر بشه قدرت اول اقتصادی. خب اما همینجا برای اینکه به گفتگو برسیم آقای تایزاده و رو هم دیگه به بشه که از دو تا منظر بی ارتباط حرف بزنیم، سوال من از شما اینه. حتما خاتمی، اینکه حتی زبانش هم نرم بوده، اینکه 20 میلیون نفر بهش رای دادن، اینکه 30 میلیون در انتخابات 76 شرکت کردن، حتما در آمریکا دیده و تاثیر گذاشته. همونطور که در مراسم تشییع جنازه حاج قاسم سلیمانی اینکه میلیون ها نفر به خیابون اومدن امر بازدارنده ای بود، یعنی در حد موشک های ما در عین الاسد اون تشییع جنازه به نظر من بازدارنده تر بود. اون تشییع جنازه به مراتب بازدارنده. من اصلا در اون تشییع جنازه یکی از بزرگترین دلایلی که شرکت کردم اینه که جنگ رو منتفی کنم، چون اون تشییع جنازه بازدارنده بود. بله، حرف درستیه، ما با هم موافقیم. اما همزمان هم اینکه سپاه قدس از سال به شکلی 82 که آمریکا وارد منطقه شد، سپاه قدس هم عملا مقابل چی ایستاد؟ همون حاج قاسم سلیمانی که حالا به شکلی در جاهای مختلف آمریکا رو خونسا کرد، اون هم جای دیگری بوده. من سوالم از شما اینه که فقط به شکلی انتخابات و مشارکت عمومی نیستش. آیا بالاخره بعد از این چند دهه تجربه شما در حضور در سیاست در جمهوری اسلامی قبول دارید که ایران بر سر مسائل اصلی نظامی و دفاعیش نباید به شکلی کوتاه بیاد و اینها مسائلی نیست که اولا به سیاست داخلی مربوط شه، به دعوای داخلی مربوط شه، بعدم به قول شما فارغ از اینکه اصلا مکلا باشه، روحانی باشه، چه میدونم عبدالعلی با اسمش مهندس بازرگان باشه، مصدق باشه، ایران موشکش، ایران متحدان منطقه، ایشون دکترین نظامی ایران، جنگ نامتقارنه، جنگ تمام منطقه است. حالا به اونم میرسیم. شما پس با این موافق هستید امروز؟ آقای علیزاده، به نظر شما چرا ما میگیم سپاه نباید تو انتخابات دخالت کنه؟ به اون نریم. اگه شما موافقید، به خاطر جنبه دفاعیش دارم میگم، نه نمیخوام وارد بحث انتخابات بشم. ببین آقای علیزاده، ما یک اختلافاتون با رهبری همینه. میگیم ایران نیروی مسلح مقتدر و ملی میخواد، نیروی مسلح جناحی نمیخواد که وقتی فراخوان بده 15% 20% جامعه گوش بهش بده. این نیرو اگه بخواد ملی باشه، حق نداره تو مسائل سیاسی، حق نداره تو مسائل انتخاباتی دخالت بکنه. اتفاقا یکی از منظرهایی که ما میگیم سپاه نباید چیز کنه اینه که اعتبار سپاه از دست میره. برای اینکه این جامعه اگه بخواد جنگ نشه، این جامعه بخواد امنیت داشته باشه، هم آمریکا نیست. ما فقط مشکلمون با آمریکا نیست، ما یک کشور بزرگی هستیم با 15 تا همسایه، با کلی مشکلات خاکی و آبی و غیره که داریم. برای اینکه نیروی مسلح مقتدر باشه، باید فراجناحی باشه، نباید دخالت بکنه. بنابراین ما 20 ساله داریم اینو میگیم که آقا سپاه رو تضعیف نکنید. شما سپاه رو دارید با این کارهاتون تبدیلش میکنید به نیرویی که رو در روی مردم ایستاده. بنابراین خودمون همزمان 4 سال مقابل سپاه وقتی در سوریه حضور داره میایستید. اون به خاطر استراتژی غلطه. آقای چرا اشتباه میکنید شما؟ به تصمیم کلیت نظام من بذار تجربه شخصی رو به شما بگم. ببین عزیز من زمانی که جنگ شد، اینو قبلا جای دیگه هم گفتم، وقتی فتح خرمشهر شد، من جزء کسانی بودم که معتقد بودم باید جنگو ادامه بدیم. و اون زمان مرحوم بازرگان که امروز سالگرد وفاتش هم هست، روحش شاد، معتقد بود که ما باید بعد از خرمشهر جنگ رو چیکار کنیم، تمومش بکنیم. خب طبعا انتقاد داشتیم، ما به اونها انتقاد می‌کردیم، اونها به ما انتقاد می‌کردن. بعدها فهمیدم که حق با او بود. این معناش این نیستش که ما اون شهدایی که داشتیم ارزش کارشون رو بخوایم کم بکنیم. اون سرباز وطن بودن، باکری، همت، همه این بزرگان رفتن. خدا کنه ما با اونها محشور بشیم. اما استراتژی غلط بود. من معتقدم جمهوری اسلامی این استراتژیش غلط بود که وارد سوریه شه، که حفظ اسد به هر قیمت. این شکست خورده بود، این رو در روی مردم قرار گرفتن بود، نه ایران. خیلی نیروهای دیگر هم تضعیف کرد. اصلا به نظر من یکی از دلایلی که داعش اونجا اینقدر قدرت گرفت همین بود که ایران حضورش باعث شد که خیلی‌ها فکر کنن داستان شیعه و سنی و فرقه‌ایه. بنابراین
ما یه بحث داریم که سیاست‌های گرفته بود آیه داعش قبل از سوریه در عراق شکل گرفته در عراق بود. بله در سوریه نه قدرتش هم انقدر نشده بود. ببین همین اخیراً این نواری که منتشر شده از سپاه ایران به وجود آورد آیه تایزاده روزی که سپاه وارد انجام میداد رو ایران انجام داد. القاعده که در یمن الان مدارک سیاهی اومده بیرون در یمن داشت حوثی زیدی ها رو میکش و پولش رو هم آمریکا میداد. الان مدارک بیرون اومده. آقای علیزاده نیروهای افراطی ببین همین الان تو ایران هم ممکنه 5 سال دیگه بفهمیم که داعش 10 تا چیز داشته تیم داشته. من نمیتونم نفکش بکنم. همه جای دنیا ممکنه باشن اینا. بحث اینه که کی اینا میتونن قدرت بگیرن و کی میتونن مردم رو جذب بکنن. اون زمانی که ایران وارد سوریه شد مطلقا از بحث داعش مطرح نبود. ما در سوریه اشتباه کردیم. ما باید به محض اینکه مردم تظاهرات کردند باید اون رو ذیل بهار عربی دستبندی میکردیم. میگفتیم آقای بشار اسد بجنب با اینها دولت وحدت ملی تشکیل بده، باهاشون صحبت کن، کنار بیا، فکر نکن مثل پدرت میتونی مثلا همه رو یه 10,000 نفر آدم بکشی و بعد فکر کنی با 10,000 تا کشته داستان تموم میشه. بنابراین نگاه شما من یه جمله بگم. شما بخشی از جنبش سبز بودید. جنبش سبز که من هم بهش متعلق بودم در اون زمان از خرداد 88 تا دی 98 بود. 6 ماه فاز خیابانیش بود. در این 6 ماه جز سنگ دست مردم ایران نیامد. درسته؟ اونم در پایانش بود، در عاشورا بود که دیگه روز خشونت بود. وقتی سنگ برداشته شد هم رهبران جنبش سبز هم بزرگان اصلاحات گفتن که ما خیابونم نمیریم چون این خطرناکه. درسته 6 ماه پرتنش ترین اتفاقات تاریخ 30 ساله ایران سنگ دست مردم بود که همون هم دو طرف گفتن آرومش کنیم و از این بیشتر از این خطرناکه. سوریه شما میدونید که اوایل فروردین 90 شروع شد و اواسط فروردین به فاز مسلحانه کشید. نه به این سرعت نیست. نه اینجوری نیست. سوریه در اواسط فروردین چند ماه طول کشید اونو بزنه در بازار سیاه لبنان 4 برابر شد. شما میدونید که اولین فتوای جهاد در سوریه در اواخر فروردین یعنی کمتر از 25 روز فتوای جهاد مسلحانه داده شد. نگاه شما و دوستان شما به سوریه واقعا نگاه به شکلی غیر واقع گرایانه ایه. سوریه مستعد این بود که به فاز مسلحانه بیاد و اطرافیان قطر و عربستان و ترکیه و بعد هم فرانسه و انگلیس و آمریکا به شدت بهش کمک کردن. تموم شد. در لیبی اتفاق افتاد. آیا در لیبی ایران دخالت کرد؟ آیا حالا ببین حالا از سوریه نه تو لیبی. بذار ببین یکی یکی جواب رو بگی بعد برو دیگه. بفهم. چون ما مناظره که نمی‌کنیم، قرار بود مصاحبه باشه. ببین عزیز من فرض کنیم که سوریه مستعد مسلحانه شدن. درسته؟ اتفاقا این وظیفه هم رهبری سوریه رو هم رهبری ایران رو بیشتر میکرد که با حساسیت و دقت بیشتری کار بکنن، نه اینکه بگن آقا اونا اومدن بریم سرکوبشون بکنیم. آقای شیخ الاسلام از دوستان بنده بودش، سفیر بود در سوریه، این اواخر هم مشاور آقای لاریجانی بود و بعدم رفت مشاور وزیر خارجه شد در این کرونا به رحمت خدا رفت. ایشون مصاحبه کرد گفت آقا ما رفتیم دیدیم تو سوریه مردم میان تظاهرات میکنن، بشار اسد و حزب بعث ارتش میاره بهشون تیراندازی میکنه، ما رفتیم قانعشون کردیم که آقا تظاهرات که مردم میکنن با باتون بریم بزنیم متفرقشون بکنید، نه با ارتش بیارید بزنید. میگه پلیس به معنای پلیس ضد شورش نداشتن، ارتش داشتن، آدم میکش میرفت. این حرف آقای شیخ الاسلامه نه حرف من. و پیام رهبری گفت که بردیم که اونجا مطرح کردیم که آقا نکش آدم ها رو، شروع کن با اینا حرف زدن. بنابراین شما هر چیه بیشتر ثابت کنی که سوریه مستعد این بود که داعش پرور بشه باید سریعتر در واقع چیکار میکرد؟ باید میرفتیم به سمت مذاکره. از این طرفش تو جنبش سبز بگم، شما فکر میکنید که جنبش سبز بعد از عاشورا تموم شد؟ واقعیتش اینه که میلیون ها نفر ناراضی وجود داشتن. اون چه این جامعه رو آروم کرد این بود که در سال 92 احساس کردن یه انتخاباتی هست میتونن من به نفع شما گفتم. نه من گفتم که جنبش سبز هرگز وارد فاز خوشنامیز نشود. میدونم اجازه بدهش که آقای علیزاده یه لحظه اجازه بده. اونو متوجه شدم، دارم یه نتیجه دیگه میگیرم. میخوام بگم که ببین بذار از شاه بگم. خیلی شا... عقب نریم آقای تایزه. نه نه فقط یه مثال برای اینکه این برام اینا مهمه. ببین بعد از سرکوب
هم 15 خرداد هم 28 مرداد اگر شاه به سمت گشایش فضای سیاسی میرفت، مردم اون دو تا حرکت رو میبخشیدن. اون گفت حالا یه کودتایی شد شد دیگه، حالا مصدق نه یکی است دیگه بیاد، ولی آزادی باشه، نون باشه، همه چی باشه. 42 هم باز همین بود. اما اون چی که شاه اشتباه کرد و بشار اسد هم اشتباه کرد و به نظر من الان تو ایران دوباره جمهوری اسلامی داره اون اشتباه مرتکب میشه، اینه که وقتی تو دچار کاهش مشروعیت میشی، وقتی با مردم، با بخشی قشری از مردم درگیر میشی، بلافاصله باید بیای بگی که آقا بریم به سمت بازسازی مشروعیت خودمون. نگی آقا من که یه دفعه زدم کشتم، هزینه رو که دادم، خب هر چی میخواد بشه بشه. نه، درسته مثلا شما هواپیما رو زدی اون کشته‌ها رفتن، اما باید بری به سمت دلجویی از ملت. شما باید بری 98 رو، مردم رو ازشون عذرخواهی کنی، دلجویی بکنی، دوباره جمعشون بکنی، اعتمادشون رو، رضایتشون رو، مشارکتشون رو. نه اینکه عکسش بیای بگی که آقا من به هر قیمتی میخوام یه اقلیت 15% حاکم کنم. چون این میتونه توی انتخابات ببری، تو دو تا انتخابات ببری، ولی بعدش یه انفجار بزرگ میشه، اون وقت تاریخ محکومت میکنه، جامعه محکومت میکنه، دنیا محکومت میکنه که آقا تو به عنوان حکومتی که آقای بشار اسد شما 50 سال تو سوریه بودی، نمیفهمید این جامعه مستعد جنگ داخلیه؟ و به جای اینکه بیای با اینا دولت وحدت ملی تشکیل بدی، ارتش آوردی بهشون تیراندازی میکنی، خب معلومه داعش شکل میگیره. اینها انقدر زمینه مردم پیدا کردن که بعضی از شهرها رو تو 2-3 ساعت گرفتن. یعنی مردم با اینا همراهی کردن. امکان نداره این نیروی اشغال بتونه، اشغالگر بتونه 3 ساعت یک شهر بزرگ رو بگیره، مگر اینکه مردم بخوان با اونا کار کنن. بنابراین از اینا میخوایم درس بگیریم، نمیخوام تو گذشته باشیم. امروز ما که هستش اینه، ما آقای علیزاده، شما به عنوان یک ایرانی، من، هممون اینجاست، مشترک وظیفمون رو 3 تا عنصر همزمان باید تاکید بکنیم و این 3 تا ایران رو میتونه نگه داره، ایرانستانش نکنه، جنگش نکنه، اقتصادش رو سامان بهش بده. یک، رضایت مردمه. ما اگه مردم ناراضی باشن از شوروی که بیشتر نمیتونیم موشک و بمب داشته باشیم که فرو پاشید، چند تا کشور شد متلاشی شد، نه اینکه رژیمش عوض شد، همه رقم موشک و سلاح هم داشت. بگیم آقا رضایت مردم، اقتصاد قوی که مردم احساس کنن که آقا دعا نک. ببینید الان چند میلیون ایرانی طرفدار ترامپ بودن، برای اینکه فکر میکردن ترامپ دنبال منافع خودش بوده، ولی اینا فکر میکردن با وجود ترامپ میشه جمهوری اسلامی ساقط بشه، مثلا یه رژیم دیگه بیاد سر کار. چرا مردم رو به این نقطه میرسونید؟ و سوم هم نیرو مسلح مقتدر، بله، و ملی بسیار. نه جناحی. این ستا رو که من با شما مشترکم، که ما تو دور اصلاحات هم کردیم، دور آقای روحانی هم کردیم. بنابراین یه نقدی که به شما وارده های تایزاده و در دور اصلاحات هم تا حدی وارد بود اینه که به نظر من یه نسیان تاریخی و یه نسیان جغرافیایی بر شما حاکمه، و اون هم به نظر من به خاطر اینه که شما میگم شرایط پس از فروپاشی شوروی و به چی تک بود شدن جهان رو به شکل مطلق میگید، به این معنی که شما در مورد سوریه حرف میزنید و به شکلی توجه شاید نمیکنید که این سوریه در شرایطی اتفاق افتاد که عوامل داخلی، اشتباهات دولت اسد، دیکتاتوریشون، استبدادشون، خشونتی که به خرج دادن به کنار، اما سوریه جایی بود که تمام منطقه به دنبال این بود که متلاشیش کنه. یعنی خب به همین دلیل باید بیشتر دقت میکرد، به همین دلیل که میگی من ببین آقای علیزاده، اگه از من میپرسی عربستان اونجا چیکار کرد، جنایت کرده، دیگران هم کردن. من که با شما این اختلاف ندارم که بگم ایران اشتباه کرد، عربستان درست عمل کرد. حتما در سوریه عربستان و ترکیه و امارات به مراتب از ایران بیشتر اشتباه کردن، اصلا من تردید تو این ندارم. اما میگم اتفاقا کشوری که مستعدی همچین دخالتیه و ممکنه به اینجا برسه، هوشمندی بیشتری باید به خرج بده، نه سلاح بیشتری. من اصلا اختلاف اون اینجاست. مثلا اردن هم کشور علیه السلامی نیستش، بارها چند قتل عام انجام داده. کشور چه میدونم، کشور مثلا مراکش هم علیه السلام نیستش. ولی ما چیزی که میبینیم این که من اینجا از این نسیان میخوام حرف بزنم، از این فراموشی که شما اصلا سیاست خارجی و تصویر بزرگتر جهانی رو اینقدر در نظر نمیگیرید. یعنی مثلا ایران، شما میخوام این به من ثابت کنین که جمهوری اسلامی جمهوری که دموکرات نیستش، من بیام به شما ثابت کنم که از اونم بدتره. ولی قضیه اینه که از ایران بدتر ده ها کشور عربستان. اگر ایران رتبهش در عدم آزادی چه میدونم از 1 تا 100 50 عربستان 99، ولی هرگز عربستان رو کسی دنبال تجزیهش، دنبال نابودیش. خب من و تو که شهروند عربستان نیستیم که. ببین من از اون طرف بذار مثال برات بزنم. الان اگر تو ایران فرض کن یه نفر رو به ناحق اعدام بکنن، فرض کنیم ما
یه نفرم تو عربستان به ناحق اعدام بکنن سیاسی. دنیا تبلیغات جهانی چند برابر عربستان، یعنی اگه درصد مثلا فرض کن بخوام بدیم، 100 واحد فرض کن داریم، چند واحد به عربستان میپردازه، چند واحد به ایران؟ به نظر من بالای 90 واحد به ایران میپردازه، کمتر از 10 واحد به عربستان. درسته کات. حالا سوال، ما از این دو تا میتونیم نتیجه بگیریم. یک، این نتیجه رو بگیریم بگیم که آقا چون دنیا رو مازون کرده، اگر کسی به ناحق تو ایران کشته شد تو حرف نزن، برای اینکه اگه حرف بزنی دنیا شلوغش میکنه. این یکیه، این حرف اقتدارگراست. یکی حرف ما اصلاح طلباست، میگیم آقا مگه نمیگی دنیا دنبال بهانه است علیه ایران؟ این بهانه رو نده. شما که میدونید، من و شما که قبول داریم که منتظرن ایران کوچکترین اتفاقی در موردش بیفته که تو دنیا آگرمان دیسپانش کنن. درسته؟ خب راه عقلانیش اینه که این کارو نکنیم. شما همین آخر ببین، آقای روح الله زمر اومدن اعدام کردن. درسته؟ همینجاست بحث ما، بحث واقع گرایانه ای. ببینید آقای تاج‌زاده، ایران یک مسیر اصلاحی داره و شما میدونید که این اصلاح آهسته است. یعنی منم میتونم بگم که قوه قضاییه ایران فردا صبح همون عدالتخانه‌ای بشه که ما از مشروطه تا به حال آرزو داشتیم، ولی میدونیم که این اصلاح یه شبه اتفاق نمیفته. 10 سال 20 سال دیگه طول میکشه که قوه قضاییه ما به مرحله‌ای برسه که برای من و شما استاندارد باشه، شما رو با حکم ترافیک بند آوردن زندان نندازن. درسته؟ تا اونجا فاصله داریم. سوال این تا اون زمان که به اون نقطه برسیم، آیا باید بذاریم الان آمریکا به ایران فشار بیاره، مردم رو بهشون بگه که تو خیابون بریزین شورش کنید، آبان 98 را بندازید، چه میدونم تخریب فلان انجام بدین، یا اینکه نه مقابلش بدید؟ سوال من از شما اینه، بشار اسد حکومت علیه السلامی نبود؟ اگرچه بشار اسد رفت اتحادیه اروپا، سعی کرد آشتی کنه، اصلاحات آوردش، ولی با اینها لحظه ای که اروپایی‌ها نه فقط آمریکا، اروپایی‌ها دیدن وضعیت مستعده برای نابودی و تجزیهش رفتن. خب حالا اون لحظه خاص ایران بعد چیکار می‌کرد؟ میگفت بشار تو اول دموکرات شو، تو اول چه میدونم حکومتی مثل سوئیس شو، بعداً ما از دفاع می‌کنیم. تو دنیای واقعیت اگر ایران سال 90 دخالت نمی‌کرد، آیت الله زاده سوریه رفته بود. و شما که دهه 60 ایران یادتونه، می‌دونید که سوریه که بره دروازه غربی ایرانه. اون حرف مهدی طائب درست بود، اگر خوزستان بره ایران می‌تونه پس بگیره. این حرف جلوی جنرال به شکلی بی خدای آمریکایی بذاریم، با مهدی طائب موافقت میکنه، با شما مخالفت میکنه. اگر خوزستان بره و سوریه باشه ما خوزستان رو پس میگیریم، ولی اگر سوریه بره بعدا خوزستان هم میره. ببینید، اولا که من به این دوگانه ها اصلا اعتقاد ندارم. یعنی من معتقدم ما وظیفمون جوری کار بکنیم که خوزستانمون تحت هر شرایطی بمونه. میخواد سوریه بره، میخواد نره، یه حکومت ملی اینه. اما اینو الان فعلا وارد بحثش نمیشم. ببین عزیز من که نمیگم الان چرا قوه قضاییه ما مثل سوئیس نشده. که شما تو کل نوشته های من پیدا کن، اگر دیدی که من نوشتم چرا ما سوئیس نشدیم، به من بگو رو هوا داری حرف میزنی، واقع بینانه حرف نمیزنی. من دارم مثال های عینی برای شما میزنم. ببین عزیزم، ما الان آخرین نفری که اعدام شد سر صدا کرد کی بود؟ آقای زن بود دیگه، روح الله زن بود دیگه. درسته؟ من اصلا کاری ندارم جرم ایشون چی بود، مجازاتش اعدام بود نبود. میگیم اینا ما رو حقوق دانان قضاوت کنن، وکلا قضاوت کنن. میگیم آقای قوه قضاییه، آقای رئیسی، شما بعد از 40 سال هنوز نفهمیدی که وقتی یه نفری میخوای بیاری که میگن آقا این روزنامه نگار محاکمش بکنی، باید ترتیبات این محاکمه رو به گونه عمل بکنی که بدبین‌ترین آدم‌ها هم بگن آقا تمام ضوابط قانونی رعایت شد، حقوقش رعایت شد، حالا مجازاتش اینا هر چی می‌خواد باشه باشه. این که دیگه لزومی نداره بگم آقا حتما اول باید سوئیس بشی، که من منوط نکردم به اینکه قوه قضاییه‌مون سوئیس بشه، که تو که می‌دونی بعد از این سر صدا میشه. که یه وقت می‌گفتی من اطلاع ندارم، قبلش آقای افکاری همین بود. والا بلا شما حتی اگر بخواید محاکمه محال جای خود، اون که مال 8 سال پیش بود، من یه وقتی به زندان به این بازجوها میگفتم، میگفتم ببینید من سال 88 شما رو درک میکنم، واقعا ترسیده بودید. یعنی این میلیونی جمعیت اومده بود تو خیابون، فکر میکردید بگیریم و بریزیم. من یه روز تو اوین نگاه کردم دیدم ترافیکه، یعنی اینقدر آدم گرفته بودن و چیز آورده بودن. این ماشینای بازجوها که چیز شده خیابون اصلی اوین، اسه خیابونای شهر ترافیک بود که اصلا ماشین توش بر نمی‌زد. نشه تا
گفتم من میفهمم که 80 از شما چرا اینجوری دارید میگیرید، چون واقعا ترسیده بودید، اصلا باورتون نمیشد این جمعیت اینجوری بیاد. به همین جهت هم بیشترین فشار رو اون زمان به ما میوردن که آقا بگید چجوری این ملت رو اردید. گفتم والله خودشون اومدن، ما اگه همچین توان و ارزه‌ای داشتیم که خیلی وضعمون بهتر از این حرفا بود که، کاری نداریم. ولی انتقاد من میدونی به اینا چی بود؟ میگفتم آقا 89 به بعد چرا نگردشتی؟ چرا زندان کردی؟ نگران نشو، بیشترشون آزاد کردن، درسته؟ خب همونه که همون جوونه که ببین ما خیلی جوونا داریم، 4 ساله 5 ساله اصلا جوونا هیچی. الان شما برو با منده خدمت شما عرض میکنم، بخش عظیمی از بخش اطلاعاتی و امنیتی کشور به لحاظ امنیتی تحلیلشون اینه که آقا حصر ادامهش غلطه، نه از منظر دفاع از آقای مهندس موسوی یا آقای کروبیا، نه از موزه دفاع جنبش سبزا، از منظر ملی. بسیار بسیار خیلی خوب شد که به بحث داخل رسیدیم. من با شما همراه هم. بنابراین میگن آقا الان که جنبندی اینه که آقا ابی نداره، حتی اینا میگن آقا اون اولی که گرفتیم درست گرفتیم، اگه نمیگرفتیم ایران میشد سوریه، تظاهرات میشد، شلوغ میشد، فلان میشد. همون کسانی که میگن آقا اون وقت درست گرفتیم، امروز میگن آقا حصر توجیه نداره، شخصی شده دیگه، تمومش کنیم. بسیار خوب، حصر رو به سوریه گره نذاریم. سوال ما در واقع همینجاست. اینه که سوریه من این بود که من الان بگم یا دوباره میگی بعد من بگم؟ نه، من همین بحث ما اینه، ما به داخل به وضعیتمون و وقتی میگیم داخل از نظر نظامی از اون لبنان و سوریه و بقیه حوثی‌ها و هشت اینها هم هستش، متحدان ما هم بخشی از مسئله است. ما انتقاداتی داریم، ولی بعضی وقتا زمانی که با دشمن خارجی ها، شما با آمریکا دشمن نمیخواد بگی، ولی وقتی که بحث به جنگ و اینها میرسه، نه اینکه انتقاداتمون رو سرکوب کنیم. خود آقای قاسم سلیمانی وقتی سوریه میرفت، یکی از حرفاشون بود که حتی تو رانندگی بین روستاها خاک بلند نکنید، چون پیروزی بر قلب ها و دل ها همونقدر مهمه که پیروزی نظامی مهمه. من هم با شما موافقم، سوریه هزینه سنگینی بود، ما جنگ نرم رو در سوریه باختیم. میدونید که سال 2008 و سال 86 سه نفر محبوب منطقه، اولیش سید حسن نصرالله، دومی بشار اسد و سومی محمود احمدی نژاد بود، و این قضیه با جنگ سوریه متاسفانه عوض شد. ما با اینا موافقیم، اما بحث اینه که شما میگید اصلا ایران تو سوریه حضور نداشت. آیه تایزاده، اگر ایران در سوریه حضور نداشت، برجامی که شما دوست داشتین هم هرگز شکل نمیگرفتش، برای اینکه دست ایران خالی بود. اگر سوریه سقوط کرده بود و تجزیه شده بود، آمریکا هرگز نیاز به مذاکره و سازش و صلح با ایران نداشتش. برای همین ما بحثمون اینه که در همین داخل هم یک تناسبی بذاریم بین نقدمون از وضعیت داخلی و هول دادنش به سمت اصلاح بیشتر و فاصله گذاشتن اینکه سر مسئله خارجی کنار هم دیگه بمونیم. و من اینجا همینه، من به نظرم میاد شما سر مسئله منطقه‌ای مقابل استیت یا حاکمیت مستقر در تهران هستید. من عرض کردم خدمت شما، با شما تحلیل شما مخالفم. سوریه با داعش شروع نشد، سوریه با تظاهرات معترضین و منتقدین شروع شد، مسالمت‌آمیز شروع شد، چند ما طول کشید، اما به سرعت به سمت خشونت رفت. اشتباهی که کردن دولت ایران و دولت سوریه این بود که آقا تو این فاصله که هستش فکر کردن، اصلا اینجا گفتن همه جا بهار عربیه، البته میگفتن بیداری اسلامی، همه جا رو گفتن بیداری اسلامی غیر از سوریه، یعنی فکر کردن این مردم سوریه از یه جنس و از یه ژنتیکی هست، مثلا این بحثایی که الان سر واکسن میکنن که اومدن ژنتیک ایران رو نابود کنن، فکر کردن مال ژن دیگه است، گفتن آقا اینها بهار عربی نیست، توطئه است، توطئه انگاری کردن. تو توته انگاری وقت چیکار کردن؟ شروع کردن سرکوب کردن. اگر از اول، من انتقادم این بود، شما به جای توته انگاری میگفتی آقا این جمعیت که اومده تو خیابون معترضن، این جمعیت معترضن میدونیم به چی معترضن، 50 سال اونجا دیکتاتوری و فساد و سرکوب بوده، به سرعت برید به سمت تشکیل انتخابات آزاد، اصلاح قانون اساسی، قبل از اینکه کار ارسطون در ره. یه وقتی شما سوال از من میکنی که آقا فقط بشار اسد اشتباه کرد، من گفتم سه زل در سوریه اشتباه کردن و این سه زل سوریه رو نابود کردن، یکیش حکومته، یکیش اپوزیسیون سوریه است، اپوزیسیون اشتباه بزرگی کرد، دست به اسلحه برد، متکی شد به خارج و فرقه گرایی کرد. همین ستایی که اتفاقا اصلاح طلبشون قبلش گفتن این ستا خط قرمز رو نکنید، ما به خارج نباید وصل بشیم، خشونت دست نباید ببریم. حالا اتفاقات افتاد، اتفاقات تلق افتاد و سوم دخالت خارجی بود. بنابراین من اصلا بحثم در مورد سوریه این نیستش که
آقا فقط بشار اسد اشتباه کرد، بقیه سال 91 شده و سوریه با آستانه جنگ داخلی رسیده. آیا ایران باید اون میشه سال دوم که آقا شما ایران باید در اونجا شرکت میکرد یا نمیکرد؟ ببین من یه چیز دیگه باز برای شما بگم، تو سوریه یه وقتی ما توی اوایل انقلاب، دهه اول انقلاب که شد، اسرائیل حمله کرده و جنوب لبنان، میدونی وقتی که ایرانی ها رفتن اونجا برای جنگیدن با اسرائیل و اینکه ما از لبنان باید حفاظت کنیم، آیت الله خمینی چی گفت؟ همه رو برگرد، گفت اونجا هیچکی نمیره، ما اینجاست جنگمون، ما اینجاست مرزمون، اونجا اگه خواستن میرید آموزششون میدید، خودشونو مسلح میکنید، خودشون از خودشون بجنگن. اصلا نطفه حزب الله به خاطر همین تشکیل شد و تجربه بسیار موفقی هم بود، چون خود مردم لبنان بودن. سوریه اشغال نظامی بشه بعد حالا اجازه بده چیلی تربیت کنه که برن پس بگیرن. بله بله، ما درست به همون دلیلی که عرض به حضور شما که چرا در سوریه آقای سیستانی فتوا داد از عراق کسی نباید بره؟ مگه حرم نباشه تو سوریه؟ چرا آقای سیستانی گفت نباید برن؟ گفت سوریه است، مردم خود سوریه باید بیان. چرا تو عراق وقتی فتوا داد علیه داعش ملت یه پارچه بلند شدن؟ برای اینکه دیدن آقای سیستانی از موضع با اینکه اون همسایه با سوریه عراق ما نیستیم، ما که با سوریه مرز نداریم که، یعنی اگه قرار تو سوریه اتفاقی بیفته حتما با عراق بلافاصله سرریزش میرفت. با وجود این آقای سیستانی جلوش گرفت، گفت ما مسئول عراق هستیم، مسئول سوریه نیستیم، مسئول سوریه مردم خود اون هستن. من حرفم این بود، ما اگر درست عمل میکردیم به اینجا نمیرسیدیم، ما کلی خطا کردیم، بعد جنگ شد، حالا وسط جنگ میگیم چیکار بکنیم؟ تازه تو اون چارچوبم باز قابل نقد میدونم که عمده کاری که ما کردیم داستان رو شیعه و سنی کردیم. ما فاطمیون افغانستان و زینبیون پاکستان و امثال هم اینا یه دست عملا ارتشای شیعه هستن. این همون بازی بود که گفتن هلال شیعه را افتاد، بشار اسد با زن بی حجاب چه میدونم مینی جوپیچ وایستادیم و توی آقای پوتین رو رفتیم و بردیم. حاج قاسم سلیمانی 20 بار رفت مسکو تا پوتین رو متقاعد کرد. ما کجا شیعه سنیش کردیم؟ ما از حکومت سکولار اسد دفاع کردیم، نیروهایی که خودمون بودن بله بخشش. میخوای ببینی چه جوری شیعه سنیش کردیم؟ ما شهدای اون جنگ رو بهشون میگیم چی؟ این برای فروشش به داخل ایران. خیلی خوب، پس شاخ و دم که نداره، پس فرقه ایش کردیم دیگه. شما وقتی میگین شهدای حرم، حرم اونجا کیه؟ حرم یعنی شیعی؟ یعنی حضرت زینب. ببینید آقا ما شطور سواری که دلا دلا نمیشه که، شما که حاضر نبودی به سوریه به جنگی که ببین عزیز من جنگی رو بس طریق اون اعتقادات شما بشید بسیج میکرد. ببین وقتی که بحث تبلیغات یه نکته خیلی خوبی رو گفتی، ببین میگی آقای منم دیدم اون نظرسنجی رو، سید حسن نصرالله محبوب ترین چهره عرب به خاطر جنگش با اسرائیل، درسته؟ چرا اون محبوبیت از دست داد؟ برای اینکه جامعه تلقیش، خودت میگی ما تو جنگ روانی باختیم. جنگ روانی باختیم یعنی چی؟ یعنی تلقی اکثریت مسلمان ها این شد که آقا داستان شیعه و سنیه، اینا آمدن مدافع حرم هن، اونا هم لابد مدافع مکن یا مدینه هن. مثلا ما در این که من اصلا عرضم اینه، ببین یه وقت شما دیدم من کسانی هستن که اخری انتقاد میکنن به جمهوری اسلامی، جوری انتقاد میکنن که گویی عربستان و ترکیه و قطر و امارات و اینا، اونا هیچ انتقادی بهشون وارد نیست، یا آمریکا هیچ کار اشتباهی در سوریه مرتکب نشده، یا اپوزیسیون سوریه هیچ غلطی نکرده، همه اشتباهات مال سوریه است و متحدینش. من این موضوع رو ندارم. من معتقدم ما تو سوریه دنیا فاجعه آفرید، یعنی هم آمریکا، هم عربستان، هم ایران، هم ترکیه، هم قطر، اما ما مسئول بقیه نیستیم. ضمن این که باید درس بگیریم، به سرعت بریم به سمت حل و فصل قضیه. یعنی همین الان مدافع من مثلا این کاری که مذاکرات که اینا تو آستانه داره میکنه، اگه نوشته های من رو تعقیب کرده باشه ببینید، من همیشه حمایت کردم، این کار عاقلانه است. دولت بعدی هم بیاد ادامه بده دفاع میکنم، نه به خاطر اینکه چون تیم آقای ظریف داره مذاکره میکنه دفاع میکنم. کار آستانه کار درست، مذاکرات آستانه، مذاکرات آستانه که 4 سال پیش ممکن نبود، که شما میدونید که ایران اصلا به یک من نمیگم که مذاکرات آستانه 4 سال پیش میشه، میگم همین الان مذاکره کنن محصول اینه که ایران جنگ سوریه رو پیروز شده. من میگم که من همین الانی که منتقدم، وقتی کار خوب میکنم میگم این کار خوبه، کاری ندارم که چون سوال من شما اینه، تصویر شما اگر ایران در سوریه نجنگیده بود و حکومت نیمه استبدادی اسد هم سقوط کرده بود، تصویر شما از منطقه امروز چی بود در سال 2000
21 سال 99 ما کجا ایستاده بودیم و ایران آیا توسط داعش محاصره شده؟ اصلا فرض کن که اصلا از اون ورش بگیریم، فرض کن داعش سوریه رو گرفته بود، از اینکه بالاتر نمیشد که، درسته؟ درسته. کی میگه که در اون شرایط بلافاصله امنیت ملی ایران تحت تاثیر قرار میگرفت؟ مگر طالبان گوش بده لحظه، مگه طالبان سالها بغل مرز ما، نه اینکه با فاصله کشور با ما رو داشت، ما چیکار چجوری باشیم که کنار بنیم زندگی کردیم؟ حتی الان که دیگه همشون دارن مذاکره میکنن با طالبان. اتفاقا اگر که داعش سوریه رو میگیره، امریکا و روسیه و چین و عربستان و ترکیه و قطر و همه اینا میریختن سرش، برای اینکه همشون منافعشون در قطر قرار میگیره. کما اینکه ما در مقابل با داعش واقعیتش اینه، هم امریکا کمک کرد بمبارانی که میکرد، هم روسیه کمک کرد که گفتی اومد خیلی مؤثر بود، و هم نیروی زمینی ایران و کاری که قاسم سلیمانی و همفکراش و همقطاراش انجام دادن. یعنی تو اونجا دنیا اتفاقا یکی از دلایلی که امریکا پررو شد این بود که داعش شکست خورد. یعنی تا روزی که داعش تو سوریه نفس میکشید، آمریکایی‌ها خیلی محتاط رفتار میکردن با ایران. همه منابع و اسنادی که منتشر شده نشون میده که همون زمان که آمریکا با داعش در عراق درگیر بود، اسناد رسمی منتشر شده توسط ویکی‌لیکس که آمریکا به داعش در سوریه کمک مالی و تسلیحاتی میکرد. حالا ممکن بود یه جاش بکنه، ولی شما مجموعه بمباران آمریکا رو که نگاه بکنی، حزب الله لبنان سقوط میکرد، راه تنفس حزب الله سقوط میکرد، و الان ایران زیر بمباران موشک‌های اسرائیلی میره. ابوبکر بغدادی ایران زد یا روسیه؟ آمریکا زد. ببینید اگه قرار ما واقعیات اینجوری رو ندیده بگیریم که ما نمیتونیم با هم گفتگو کنیم، که معلومه اونا برای منافعشون اگه لازم باشه یه دفعه دیگه هم از ابوبکر بغدادی حمایت میکنن، ولی هم اسامه بن لادن آمریکا زد، هم ابوبکر بغدادی رو زد. برای اینکه ما نمیخوایم بفهمیم که آقا ما ممکنه با آمریکا خیلی اختلاف داشته باشیم، حتی خدای نکرده ممکنه روزی هم باهاش درگیر نظامی بشیم، اما دشمنای مشترکم داشته باشیم. شما میدونید ما توی افغانستان، تنها کشوری که عملا از توی غرب با ایران همراهی کرد برای اینکه سلطنت برنگرده آمریکا بود. اروپایی دنبال سلطنت بودن، تمام امتیازات و حقوق خودشو داد برخلاف پاکستان، برخلاف بقیه کشورها. ایران همه گونه همکاری با آمریکا کرد. آخه شما خب همکاری کرد، نتیجهش این شد، چیزی که در خواب کسی نمیدید، نزدیکترین دولت سالهای اخیر به ایران اومد اونجا سر کار. همچنان که تو باز توی عراق برات بگم، شما میدونید توی عراق نزدیکترین جریان غربی به ایران در وضعیت ساختار سیاسی کنونی عراق امریکاست. اروپایی‌ها همچنان تو فکر این بودن که اون ساختار قدیم مال شکل گذشته خودش رو دنبال بکنن. آمریکایی‌ها گفتن آقا هرچی اکثریت هست، و چون شیعیان اکثریت بود نخست وزیری به شیعیان رسید. بنابراین ما چون اختلاف داریم با آمریکا، فکر میکنیم که هیچ جای دیگه هیچ منفعت مشترکی نداریم با آمریکا. ما با آمریکا کار کردیم، با آمریکا باز هم کار خواهیم کرد، و اتفاقا هر بار ما با آمریکا دست دوستی و دست همکاری ما دراز کردیم. خب خیلی جام امتیاز گرفتیم بردیم. نتیجهش این شد که امروز میگن که آقای علیزاده، دنیا داره میگه که امروز نتیجه حمله آمریکا به عراق و افغانستان رو ایران برد. میگن اصلا ایران ابرقدرت منطقه شد به دلیل اینکه دو تا دشمن داشت در کنارش، یکی افغانستان بود، یکی طالبان بود. آمریکا رفت این دوتا رو زد، دو تا دولتی آورد سر کار که با ایران نزدیکترین ارتباط رو داشتن. همزمان هم می‌خواست ایرانو پرس، نباید تشکر کنیم که اومده بود ایرانو پرس کنه، بعد ایران هم قورت بده. حالا نه آقا، نه با این دولت‌ها، نه خیر، اصلا موافق نیستم. نه دولت افغانستان، نه دولت عراق خطشون پرس کردن ایران نیست. اینا نزدیکترین نیروها به ایران بودن. اینا خیلیشون قبلش تو ایران بودن. بنابراین ما یه بودی نبینیم که فکر کنیم که با انقلاب ایران بزرگ شدین. آمریکا اومده 20 پایگاه توی مرز غربی ما با عراق گذاشته، 20 پایگاه با مرز افغانستان گذاشته. حالا اینکه اون پروژه شکست خورده، مجبور شده نیروها رو خارج کنه و بعد در نهایت به نفع ما شده، که یه حرف دیگه است. ولی اینکه آمریکا نمیخواسته که بیاد ما کمک کنه، که آمریکا اومده بود. من چی گفتم می‌خواست بیاد ما رو عزیز من کنه. ببین شما، آمریکا وقتی که این دو تا دولت رو آورد در حضیض ذلت نبود. اون وقتی که عراق و افغانستان رو ظرف چند هفته گرفت، او دو تا دولت نزدیک به ایران، نه اینکه دو تا دولت او میخواست بذاره، با نتیجه منطقی موازنه قوا به گونه ای بود
که امریکایی‌ها به نفعشون بود که این دولت رو بیان سر کار، اتفاقا ایران هم به نفعش بود که اینا بیان سر کار. اینو از این جهت میگم که ما در دشمنی هم باید حد بذاریم. ما باید بدونیم که آقا یه جایی هستش که ما در خیلی از زمینه‌ها توی منطقه ممکنه به اینجا برسیم که با اروپا یا با روسیه یا با چین اختلاف بیشتری داشته باشیم تو آمریکا. گفتگوی خوبی نشد آقای تایزاده. من معذرت میخوام. من صریح بگم شما دارین با یک بچه حزب اللهی صحبت میکنین. شما دارین با حمید رسایی صحبت میکنین که میگه ما بریم آمریکا. من نه آمریکا ستیزم. من تو انگلیس و لندن دارم زندگی میکنم. دوستام از داخل شماره 10 با بوریس جانسون گرفته تا داخل جرمی کوربین حزب کارگر هستن. بحث ما اصلا بحث به نظرم روی خط مشخصی نیستش. من بحثم چیز دیگه‌ایه. اینه که ما حتما ما با یه جای با آمریکا همکاری داریم، یه جای با آمریکا دشمنی داریم. مثلا در مورد شک نیستش. خب قاسم سلیمانی نشست با آمریکایی‌ها مذاکره کرد. به همین شما با کسی که داره رجزخونی می‌کنه که صحبت نمی‌کنیم که. حتما هم امید ما این بود که تو برجام بخشی از مشکلات ایران و آمریکا حل شه و آمریکا ایران رو بپذیره و قرارم بود و یه اتفاق عجیبی افتاد با اومدن ترامپ. بحث ما چیز دیگه‌ای اینه که نگاه شما و دوستان شما در ایران به نظر میاد که خیلی به شکلی محلیه، فقط مسائل داخل ایران رو میبینه. یعنی دعوای شما با علم الهدا، دعوای شما با آیت الله جنتی، با مرحوم مصباح جای خودش، اینا همش مهمه. دعوای شما بر سر آزادی دموکراسی جای خودش، برای عدالتخانه جای خودش، ولی به نظر میاد شما اصلا تو معادلتون ندارین که تو این 20 سال تو این منطقه اتفاقی افتاده، قصه ای رخ داده. یه حکومتی بزرگتر از من و شما و آیت الله جنتی و مرحوم مصباح و هممون زب در صد اومده با 500 هزار سرباز اومده عراق گرفته. های تاج‌زاده از سال 90 که شوروی سقوط کرد، بحرین، قطر، امارات، عربستان، دهران تمام شده پایگاه‌های اینجا. 26 تا پایگاه نظامی قدر قدرت با هواپیمایی که هر کدومشون معادل کل نیرو هوایی ایرانه اومده دور تا ایران محاصره کرده. و این معادلات رو من نمیگم نداشته باشیم، نمیگم که ما فقط بگیم آمریکا آمریکا داخل فراموش کنیم، برای اینکه همون شما گفتین اگه اصلاح داخلی نشه ما در نهایت مستحیل میشیم. حتی اگه شکست هم نخوریم جلو آمریکا از داخل فرو پاشیده میشیم. مثلا الان ایران موشکاش قویه، الان ایران تو عین الاسد با آمریکا حمله میکنه، ولی ملتش خستن، مستهلکن. ما میخوام از این وضعیت خارج شیم. برای همین من امیدم این بود که تو این گفتگو با شما به جایی برسیم که بتونیم گره امنیت ملی رو که گره خورده به مسائل داخلی و منافع ملی، این گره رو یه خورده باز کنیم ببینیم برون رفت چیه. برای همین آقای زبری من 10 دقیقه آخر رو دیگه یواشاش دو ساعت شد دیگه، یعنی به نظرم گفتگو خوبی شد و به شرط که انشالله کامل پخش بشه و مردم هم میتونن داوری بکنن. بذار که ما دیگه انشالله جمعش بکنیم، اگه سوال خاصی دیگه نیستش، اگه سوال جدید مطرح نمیخوای بکنی جمعش کن، چون خسته میشه بیننده و چیز میشه. در همین دو ساعت کافیه. فقط باز تاکید بکنم، ما چون جهان ناعادلانه درش زندگی میکنیم و چون این جهان ناعادلانه به خصوص آمریکا به عنوان قدرت بزرگی که 25% اقتصاد جهان رو داره با ما سر ناسازگاری داره، اتفاقا باید هوشمندانه تر، دقیق تر، محاسبه پذیرتر حرکت کنیم و از اون طرف هم باید به گونه حرکت بکنیم که مردم با ما باشن. یادمون نره که اگر مردم نباشن همه این سلاح‌ها ارزش این که ایران رو بتونن حفظ بکنن ندارن، کما اینکه شوروی رو نتونستن نگه دارن. بسیار خوب. حالا ان شاءالله دیدار بعدی دیگه داخلی بحث بکنیم یه خورده. بسیار خوب. نه من همینجا فقط ادامه بدم چون بدون اون بی‌معنی میشه. یه نقدی که دوستان خود اصلاح طلب شما به شما دارن اینه که آقای تاج‌زاده یک حالت شخص مصطفی تاج‌زاده، چون شما الان خودتون میگه اصلاح طلب، یه حالت دوزیستی دارن. از یک طرف عقبه سیاسیشون و هویت سیاسیشون اصلاح طلبه، اما در عمل از نرم ها و به شکلی استاندارد های اصلاح طلبی خارج میشن. صبحشون رو با توییت علیه شخص خامنه‌ای شروع میکنن، علیه رهبری شروع میکنن، تنش رو در داخل زیاد میکنن، به سپاه و غیره حمله میکنن. و آقای تاج‌زاده به شکلی در عمل اصلاح طلب نیستن، در عمل و همینطور هم این که به هیچ حزب اصلاح طلبی متعلق نیستن. هیچ حزب اصلاح طلب مستقری در ایران از آقای تاج‌زاده و موازش دفاع نمیکنه و میگن آقای تاج‌زاده که نمیتونه همراهان 40 ساله خودش رو در اصلاح طلبا متقاعد کنه، چطور قراره بیاد جامعه رو متقاعد کنه؟ و میگن آقای تاج‌زاده که قرار نیست اندیشه ورزی کنه. در سیاست ورزی شما به یک سازمانی، به یک گروهی، به یک جمعیتی متعلقین. در واقع شما بیشتر دارید اندیشه ورزی میکنید. شما میتونید سپاه رو نقد کنید، رهبری رو نقد کنید، اصلا زیر کل میز بزنید. ولی این عمل سیاست ورزی اصلاح طلبی که به اون جمعیت و طیف اصلاح طلبا مشخص باشه نیست. به این نقد چه جواب میدین شما؟ این آخرین سواله دیگه انشالله.
نه من تازه سوال داخلی می‌خواستم شروع کنم. داخلی رو بذار یه جلسه دیگه، چون ما قرار شد این جلسه سیاست خارجی باشه. در مورد سوال شما، ببین اولا اینکه این موازه که من میگم موازه اقلیت اصلاحات طلبان هست یا اکثریتشون، هر جور نظرسنجی میتونید شما بکنید ببینید که اکثر اصلاح طلبا از این موازه استقبال میکنن یا انتقاد میکنن. اگه اکثریت کردن علل قاعده پس موازه اصلاح طلبانه. به علاوه و مهمتر، احزاب رسمی از شما حمایت نمیکنن. برای اینکه من خودم نرفتم بعد از زندان. علتش اینه که به همون دلیلی که شما میگید من نمیخوام هزینه فعالیت های سیاسی من رو احزاب اصلاح طلب بپردازن، برای اینکه الان رسم نیست. فکر میکنن که اصلاحات یعنی اینکه سراغ نقد رهبری نرن. من اصلا اینو منافات با اصلاحات نمیدونم. اصلاحات یه حرکت تدریجی قانونی مردمیه و به هیچ وجه و خشونت پرهیزه و با خارجی ارتباط نداره. هم اینا اصول مسلم منه. ببین آقای علیزاده، من تا الانی که هستم تو این 40 سال بعد جمهوری اسلامی با یک رسانه فارسی زبان دولتی خارجی مصاحبه نکردم. گفتم حرفامو اینجا به مردم میزنم. هر چقدر حالا که اینترنت اون زمان که نبودم نمیکردم. چرا؟ برای خودم یه اصولی دارم. رفت آمد به خارج ندارم. الان از وقتی از زندان اومدم 5 ساله نرفتم ببینم پاسپورتم ممنوع خروج هستم یا نه. گفتم من به خارج کاری ندارم. من جایی نمیخوام برم که و اونا تو خماری بمونن که من مثلا به خاطر این بخوام برم مثلا امتیاز بخوام بگیرن نگیرن. چرا رفتم سراغ نقد رهبری و چرا نقد سپاه؟ برای اینکه شرایط جامعه ما به شدت حساسه و متاسفانه به گونه کار قدرت تو ایران متمرکز شده که هر چیزی رو که می‌خوایم انگوش بذاریم تصمیم بگیریم برمیگرده به رهبری. الان که دیگه واکسن هم به رهبری برمیگرده. یعنی بحثی نیست که سیاست‌های کلان رو به رهبری دنبال بکنیم. از اون طرف هم میزان دخالت‌های نهادهای انتصابی توی امور مختلف اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و غیره وحشتناک افزایش پیدا کرده. ببین چون میگی که تو خارجی ها رو اصلاح طلبان نمیبینن، الان آقای ترامپ و بیشتر از ترامپ آقای نتانیاهو بیشترین تبلیغشون اینه که ما در ایران با یک رژیم دموکراتیک مواجه نیستیم، ما با یک پادگان طرفیم، با یک کشوری طرفیم که در اون سپاه همه چی رو دست خودش گرفته و این پادگان متناسب با این پادگان باید با این ارتباط برقرار کنیم. درست عکس اوباما که روی اون در عین مخالفتایی که با ما میکرد ولی میپذیرفت که آقا این کشوری که ضمناً انتخابات داره ولی تو عربستان انتخابات ما نداریم و خیلی چیز دیگه ایران داره که عربستان نداره. ما میگیم آقا چرا دارید عملاً تبلیغاتی رو دامن میزنید که نتانیاهو داره میکنه؟ شما به جای اینکه بیایید برید به سمت اینکه همه چی رو بدید دست سپاه، به همون دلیلی که گفتم این جامعه به سپاه نیاز داره، منتها به سپاه ملی. نظامی که میاد توی انتخابات دخالت میکنه شأنیت ملی خودش از دست میده. میشه مثلا این حرف من نیست، این حرف روزنامه، حرف مجله اکونومیست میگه در اردیبهشت، پایان اردیبهشت 96 در حالی که ایران یکی از انتخابات پرشکوه رو با حدود 65-70% مشارکت داشت، درست 24 ساعت بعدش ترامپ در ریاض به همراه بن سلمان و بعد هم سیسی که بهشون پیوست دستشون روی اون گوی گذاشتن و اون موقع گفتن باید ایران رو نابود کنیم و 400 میلیارد ترامپ عربستان رو تیغید یا دوشید. آقای تاج‌زاده دقیقاً روزی بعد از انتخابات پرشکوه بله. تصمیم گرفت بله. ایران رو خب. نابود حالا من کنه. که فارغ از ببین آقای علیزاده کاملا درست میگی. 24 ساعت نشدش. باش من که ترامپ و بن سلمان و نمیدونم شیخ ایکس و ایگرگ که نمیتونم کاریش بکنم که دست من نیست. خب این رو قراردادش می‌بنده. من تو ایران دارم زندگی میکنم. میگم آقا ما که تو ایران هستیم یک چهارچوبه بپذیریم، چون این دنیا یک رژیم مستقل رو توی ایران نمیخواد بپذیره. چون اتفاقا توی همچین جهان ظالمانه ای داریم زندگی میکنیم، باید خیلی حقوق بشری و انسانی رفتار بکنیم. اون طرفش اگر ما فرض کنید مثل شاه آمریکا از ما حمایت میکرد، حالا اگه چهار ترم میگرفتن میکشتن کسی تو دنیا نمیفهمید که، یا سر صدای نمیکرد که مثل عربستان میکشن کسی نمیفهمه، ولی مال ما رو چون اتفاقا صدا میکنن نباید بکنیم. بنابراین این به دلیل غفلت از خارج نیست، این به دلیل اتفاقا حساسیتی که ما نسبت به خارج داریم، منتها حساسیتی که اصل برامون ملته. بنابراین من معتقدم حرکت اصلاحی یعنی اینکه قدرت و مسئولیت باید یک جا جمع بشه، هر کی اختیارات داره باید به همون اندازه پاسخگو باشه. رهبری میخوان انتقاد بهشون کم بشه، باید کمتر دخالت کنن تو امور. سپاه میخواد بهش انتقاد نشه، نباید دخالت بکنه، نباید بیاد مستعان را بندازه، هممون رو دست بندازن توی ایران و دنیا.
به سپاه چه ربطی داره که به مبارزه با کرونا بکنیم؟ مگه توی کشور دیگه ارتشش میاد با کرونا مبارزه میکنه؟ بنابراین میگیم آقا شما این دخالت‌ها رو انجام ندید، خب ما انتقاد نمی‌کنیم، بذارید جامعه مدنی باشه، ما با هم دیگه انتقاد می‌کنیم. ولی اگر کردید خب طبیعیه که ما صدامون در میاد. البته به روش خشن متوسل نمیشیم، تو خیابون نمیریزیم. اینا هم که تو خیابون ریختن، اینا اول سپاه را انداخته، بعد عدسشون در رفت مردم شدن. اگر هم 96 هم 98 برادرها را انداختن اول، برادرای تظاهرات. چی سندی برای این حرف دارید شما؟ گزارش که دادن منتشر کنن ببینن 96 رو، مگه اینا نمیگن ما ریگی رو در آسمان کشیدیم پایین؟ بیا میگن هسته اولیه که تظاهرات تو مشهد را انداخت چی بودش؟ با اسم و رسم مشخصه، معلومه چه کیا بوده. بنابراین اصلا 98 ما سر بنزین تمام کانال های سپاه عکس جعلی منتشر کردن که آقا مردم چین به خاطر اضافه سوخت تو خیابون وایسادن، ماشیناشون رو خاموش کردن. رسما سپاه مردم رو تشویق کرد که آقا باید برید تو خیابون وایسید. روز اولم کسی سرکوب نمیکرد که. بعد که یه مرتبه رهبری موضع گرفت و فهمیدن که آقا ممکنه به یه جای دیگه برسه، یهو شروع کردن یه سرکوب سنگین کردن. میگیم آقا نه اون راه انداختن تظاهرات، نه اون سرکوب. اصلا چه لزومی داره رهبر بیاد دخالت تو بنزین بکنه؟ خب نماینده مجلس بلافاصله فرداش گفتن ما می‌خوایم طرح بدیم، رهبر میگه آقا یه طرحی دولت داده، بذارید مجلس هفته بعد تصمیم بگیره، مردم صبر کنید تا هفته بعد، هفته بعد مجلس هرچی تصمیم گرفت اون کار مثلا انجام بشه. چرا باید رهبر باید بیاد در مقابل مردم موضع بگیره؟ توی پرانتز بگم اتفاقا جالبه، چون شما فکر می‌کنین که تنها کسی که از رهبری نقد می‌کنه خودتون هستین. شما گفتین، من نگفتم. الان که میلیون‌ها نفر دارن نقد می‌کنن جانم، شما گفتی تو تن اصلاح طلبی هستی که نقد میکنی. نه میدونم، نه یعنی شما میگم فهم میکنی که شما فقط آقای خامنه‌ای تو حزب اللهی ها هم وقتی در میبندن پشت در بسته پر از نقد، از جمله این که معتقدن که سر بنزین آقای خامنه‌ای مانع این شد که روحانی سقوط کنه، چون روحانی میتونه استیضاح بشه و روحانی به این نقد بند بود و آقای خامنه‌ای رئیس جمهور ضعیفی که از منظر مردم الان هم پاپولیسته هم مستعف ستیزه هم دروغ گفته رو آقای خامنه‌ای به زور نگه داشت. خب و اتفاقا باعث ریزش درونه کمپ حزب اللهی هم شد. نه اینا که میگی اینا کاسبای تحریمن، اینا مسئلهشون فقط زدن آقای روحانی و زودتر گرفتن دولتن. مردم مسئلهشون زدن آقای روحانی یا رفتنش یا موندنش نبود. مردم مسئلهشون بود که یه شبه چرا بنزین رو سه برابر کردید؟ حتی بعد از قضیه بنزین محبوبیت آقای روحانی به زیر 5% رسید. ایبی نداره، به هر چی درصد برسه محبوبیت جمهوری اسلامی هم به همون میزان داره ساقط میشه. یعنی اینجوری نیست که فقط آقای روحانی رو ساقط میشه محبوبیت اون و داره میره بالا. نظام دیگه یواشاش داریم به جایی میرسیم که از سایه خودش هم داره میترسه. چرا باید اینجوری باشه؟ ما یه کشوری بودیم آقای علیزاده وقتی که مجاهدین خلق محمود رئیسی و محمود احمدی نژاد و بقیه بالاتر بودش، البته که الان بالاتر رفته گذشته. اگه بالاتر انتخابات آزاد بذارن ببینن مردم به کی رأی میدن. بچه‌ها از انتخابات آزاد مثل جن و بسم الله میترسن، میدونن اگر آزاد باشه نتیجه چی میشه. بنابراین من میگم که آقا ما اون اعتراضاتی که من دارم میگم اعتراضات کسانی هستش که میگن رهبری نباید از یه حد ببین پیروز آقای چی بود امام جمعه اومد سخنرانی کرد آقای صدیقی، همین الان انجام بدیم صدیقی. نه اون انشالله چون دو ساعت شده انشالله اونو بزنیم یه دفعه دیگه. آقای صدیقی اومد یه صحبتی کرد، خیلی صحبت بی ربطی کرد، بعدم معلوم شد دروغه. یه جور اومد گفت آقا حالا خیلی دقیق نبود و فلانی حرف. آخه چرا باید این سخنران اولش مراسم رهبری باشه؟ فرض کن از یه ما پیشم تنظیم کردم، خبش تلفن کن بیا امشب، نه شب سوم بیا. چرا با افکار عمومی اینقدر لجبازی میشه؟ ما به این افکار عمومی نیاز داریم، ما به این ملت نیاز داریم، جز این ملت ما هیچکو نداریم. خب وقتی لجبازی میشه معلومه میزان اعتراض میره بالا. حالا انشالله توی فرصت بعدی میشینیم با هم در اون واسه داخلی هم بحث. آیه تایزاده عزیز، همه نظرسنجی ها نشون میده حتی در انتخابات قبلی هم که حتی عدم مشارکت مردم در انتخابات مجلس هم بیش از این که حرفهای بی ربط این یا اون امام جمعه باشه یا حرفهای این یا اون آدم تندرو باشه، اینه که وضعیت معیشتی مردم خراب شده. یعنی کافی بود که همین الان ترامپ تحریم ها رو نذاشته بود، کافی بود که اقتصاد ایران تاب‌آوری بیشتری داشت، کافی بود که اینقدر دزدی و فساد در هر دو جناح نبود، در همه آقازاده های اصلاح طلب و اصولگرا و غیره نبود، مردم وضعشون به معلوم خوشحال‌تر بودن. همیشه مسائل معیشتی و مادیه که به شکلی
باعث میشه بعدن سراغ از اون حرفا بیشتر گور بگیرم و عصبانی شم. ولی من سوال آخر، سوالم، نکته آخر رو میگم. شما به درستی گفتید که چون ایران زیر ضربه، باید اتفاقا داخلش هم اصلاح بشه، بیشتر اصلاح شه، بعد به قول خیابونی‌ها سوتی کمتری بده، اشتباهی کمتری کنه، مردم داخلش رو کمتر خشمگین کنه و بهانه کمتری دست دشمن بده برای تسلیحاتی شدن. مثال واضح بزنم من، مثلا در ایران در روزهایی که تحریم پدر مردم رو درآورده، واقعا فشار سنگینیه، سیاست‌های حجاب هم داره بهانه میده و این سیاست‌ها رو کسی مثل مسیح علی نژاد که از وزارت خارجه آمریکا پول گرفته به اسلحه تبدیل میکنه، رو خود ما شلیک میکنه. برای من قبول دارم که ما باید در داخل سر این مسائل فکر کنیم، یعنی ما باید نباید بهانه دست خارج بدیم، این من با شما هستم. ولی یه سمت دیگه هم داره آقای تاج‌زاده، خیلی‌ها معتقدن که شما هم شخص آقای مصطفی تاج‌زاده به عنوان فعال سیاسی مسئولیت دارید، یعنی شما هم نباید بیاید و فضا رو دو قطبی کنید. خیلی هم میگن که اگرچه شما ادعا میکنید اصلاح طلبید، اما دیسکورس و گفتار سیاسی که میسازید مثل مهد کودک یا یه نهالستانی برای تولید براندازه، یعنی آدمایی که از میانه شما ور میدارید با هر روز بهشون میگین وضع چقدر خرابه، همه چی فاسده، همه چی خرابه، حکومت کلا بی عقل، بالا تا پایینش که نگاه میکنین سیاهه، و اینها تبدیل میشن، از خود شما عبور میکنن، رادیکال هایی میشن که بعد از واشنگتن سر در میارن، بعد دنبال براندازی هستن. خودتونم که نه حزب براندازی دارید، نه دنبال براندازی هستید، نه رسانه دارید، نه تفنگ دارید، نه پولش دارید، نه اصلا اهل براندازی هستید، عملا بدون اینکه بخواید دارید نیروی سیاسی رو از میانه برمی‌دارید و تحویل تندروها میدید که فقط به در براندازی میخوره، به در اصلاح دیگه نمیخوره. چون نیروی اصلاح طلب با خوندن مطالب شما اینقدر ناامید میشه که میگه آقا چی واسه اصلاح مونده، این حکومت بالا تا پایینش از نگاه کن، چی میخوای اصلاح کنی؟ امام جمعه شو میخوای اصلاح کنی؟ قوه قضاییه شو میخوای اصلاح کنی که اعدام میکنه؟ دزدی دولتشو میخوای اصلاح کنی؟ آقا چی مونده برای اصلاح؟ شما قبول دارین که در عمل نتیجه گفتار شما در راستای اصلاح طلبی نیست؟ نه، دو دلیل روشن. یک، شما برید مجموعه نیروهای برانداز رو ببینید که موضعشون نسبت به بنده چیه، و من و هم فکرانم معتقدن اونا از شما عبور میکنن. یه دقیقه بده ببین، یه سوال حالا سوال کردی من دیگه جواب بدم. اونا میگن اتفاقا تا وقتی که تاج‌زاده و امثال تاج‌زاده هست، دو تا اتفاق تو ایران نمیفته، یکی جنگ نمیشه، یکی هم انقلاب نمیشه، براندازی نمیشه، برای اینکه مردم هنوز امیدوارن که یه کسایی هستن به نام اصلاح طلب که این کارو میکنن، و دائم به من دارن توهین میکنن که آقا این جبهه رو ول کن بیا به جبهه براندازه بپیوند. این مال اون طرف، یه رقیصه بده. دوم، ما هم 96 تظاهرات داشتیم هم 98. اون کسایی که گرداننده بودن اینا لابد دستگاه اطلاعاتی خیلیشون رو گرفتن دیگه، برام اینا چند تاشون بودن که مخاطب من بودن یا خوانندگان کانال من بودن یا نوشته به خاطر نوشته‌های من به اونجا به اون موزه کشیده شدن، و چند تاشون اتفاقا شرکت نکردن به خاطر اینکه گفتن امثال فلانی میگن آقا مصلحت نیستش که الان فلان کار خاص رو انجام بدیم. بنابراین هم از کف که نگاه میکنیم هم از رقیب که نگاه میکنیم، هر دو عکسشه. نه، من معتقدم جامعه ما موقعی آرامش رو میتونه حفظ بکنه و به سمت براندازی نره که اصلاح طلبان خیلی شجاع و صریحی داشته باشه تا به این نتیجه برسن که با وجود اینا نیازی به براندازی ندارن. من یکی از دلایل شکل‌گیری حرکت‌های رادیکال در دهه 40 رو ناتوانی اصلاح طلبان دهه 40 میدونم، چون فکر کردن اینا دیگه جوابگو نیستن، و به همین جهت بعد از مرگ دکتر مصدق بلافاصله سازمان‌های چریکی اینا شکل گرفت دیگه، مبارزه مسئله‌اش عوض شد، شکل دیگه‌ای به خودش گرفت. چرا؟ چون طرف احساس می‌کرد این اصلاح طلبی که هستش نمیتونه نماینده مطالبات این باشه، ولی اگه فکر کنه اصلاح طلبای ایستادن خیلی سریع، صمیمی، بدون توهین، بدون سیاه نمایی دارن حرفاشونو میزنن. هر کار خوبی که نظام میکنه میگن این کار خوبه، هر کار بدی میکنه میگن این کار بده، در مقابلش میستن و وقت میگن آقا ما امید داریم. یک نتیجه از این رادیکالیزمتون رو در این چند دهه به من بگید. از رادیکال کردن گفتار اصلاح طلبی که مماس شده با گفتار براندازی، شما بگید یه نتیجه کاری که مصطفی تاج‌زاده کرده چی بوده؟ نتیجهش همینه که جامعه، من نتیجهش از زبان براندازه به شما میگم، نتیجهش اینه. اونها میگن آقا تا امثال تاج‌زاده باشه این اتفاق نمیفته، این کشور به هم نمیریزه، برای اینکه بخشی از جامعه هنوز امیدوار هستش که بشه از طریق اصلاحات این کار انجام بدن. این بزرگترین دلیل. مگه اصلاحات توی جامعه میخواد چیکار بکنه؟ مگه نمیگید که آقا اصلاحات یکی از مهمترین مسائلش امنیته، یکیش
خارجیه که جنگ رو باید منتفی بکنه، که هر وقت اصلاح طلبان اومدن ما در زمان آقای خاتمی داشتیم، آمریکا نمیتونست با ایران بجنگه، برای اینکه که دنیا نمیپذیرفت یه کشور رئیس جمهورش خاتمی باشه، سازمان مللش به اتفاق آرا پیشنهادش رو به عنوان گفتگوی تمدن‌ها بپذیره، بعد بگه حالا بیایم به این حمله کنیم مثل صدام، مثل قذافی، امکان نداره که زیر بارش بره. این مال خارجه نه، برای اینکه ونزوئلا هم چی چهره ای نداشت. مال داخل هم در مورد این بود که آقا اتفاقا به دلیل اینکه اصلاح طلبان هستن و حرف میزنن، این آخرین امیداشونه. اگر اصلاح طلبان، شما اصلاح طلبان نیستن، ببخشید من دارم مصطفی تاج‌زاده میگم، چون اصلاح طلبان معتقدن شما دارین در کارشون تخریب میکنید. خب ببینید نظر شماست، من که نمیتونم نظر شما رو برگردونم که من میگم محمد خاتمی میگه آقای علیزاده اگه از طرف اصلاح طلبان میگی ببین شلیک میکنه به رهبری، اگه اینا رو میگی که ضبط بشه بعدم پخش بشه بگو، ولی اگه سوال داری میکنی، من اول بهت گفتم آقا جان برو از اصلاح طلبان نظر سنجی بکن ببین من اقلیتم یا اکثریتم. اگه اصلاح طلبا جوی شما گفتن که این یه نفره، خب حرف شما درست میشه دیگه، معلوم میشه که آقای حجاریان رو میبینم، گفتار محمد خاتمی رو میبینم، گفتار عباس عبدی، خیلی خوب گفتار علی تبار رو میبینم، شما میبینی هر کسی که مستقیم شلیک میکنه به شخص شلیک چی این ادبیات چیه؟ شما چرا ادبیات نظامیش میکنی؟ این ادبیات خطرناکه. ما داریم با رهبری حرف میزنیم، هر جا خوب صحبت کرد ازش حمایت میکنیم، بد صحبت کنه نقد میکنیم. چرا میگیم شلیک؟ این واژه چیه؟ چرا میترسونیم آدم رو از انتقاد کردن؟ 2500 سال ایران استبداد داشته، بس دیگه ما بتونیم با رهبر حرف بزنیم. قدرت رهبر باید مثل امام علی باشه، بگه تو مسجد من هستم، هر کی میخواد حرفشو بزنه. بهش فوش میدادن، بعد میخواستم برام بزنم میگه آقا بشینید، فوش داده، حد اکثر میتونید بهش فوش بدید. شما این ادبیاتو تزریق کن، نه اینکه تا یه کسی انتقاد میگه شلیک کردی بره، ای بابا خب پس همه خفشین چون شلیک نباید بکنی. ما همه هنرمون اینه که آقا ما ضد خشونتیم، اما خشونت به معنای این نیستش که خفه خون بگیریم هیچی نگیم چون ضد خشونتیم. همچنان که تو عرصه بین المللی ما صلح طلبیم، پاسیفیست نیستیم. من بارها گفتم به ایران هر دولتی که تجاوز نظامی بکنه اول میکشیمش، این حرف مدرس، بعد میریم میبینیم که طرف مسلمونه یا مسیحیه طبق اون چیزش بکنه. من اینجوری نیستم که اگه حمله کرد بگم من چون طرفدار مخالف خشونت هستم حالا حملم کرد خب بکنه. نخه، من صلح طلبم، میخوام جنگ نشه، ولی اگه به اون تجاوز کردن از خودمون دفاع میکنم، حق دفاع دارم. شما واسه داخل ایران هستید، حالا دیگه اینو بذارید دیگه، ان شاءالله فرصت دیگه، خسته نباشی ان شاءالله که سر بعد خدافظی کنم. اگه یه جمله بیشتر بگی بلند میشم میرم، بخوای سخنرانی کنی. در داخل ایران هستین و حتما هم هزینه‌تون هم بیشتره. وای درباره نقد رهبری که شکی نیست، من خودم بعد از آبان 98 سیاست‌های اقتصادی بسیار خوب دیگه توافق کردیم، نقد کردم. بحث ما درباره شلیک به رهبری جایی است که روی امنیت ملی ایستاده. حالا اگر شما قول بدید که درباره مسائل داخلی با من گفتگو دیگه کنید، اول ببینم اینو چجوری پخش می‌کنی تا بعد ببینم باید مصاحبه دوم بکنم یا نه. بسیار خوب، شما می‌خواید موفق باشی، مخلصم ان شاءالله.